به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همیشه بینندگان عزیز ارجمند در هر کجا که هستید، بعد از شما بخیر باشه. باز هم یک پنجشنبه دیگه و یک فوتبال یکی دیگه از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم، با این امید که انشاءالله شما هم تا پایان با ما همراه باشید. جا داره که در ابتدا گرامی بدانیم پیشاپیش سال روز حماسه 9 دی رو، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت رو خدمت همه شما مردم شریف ایران تبریک و شادباش عرض کنیم. این حماسه بزرگی که شما مردم عزیز خلق کردید در خدمت شما هستیم. قراره که مفصل امروز صحبت کنیم در مورد اتفاقات لیگ دسته یک، اتفاقاتی که افتاده، گل‌هایی که رد و بدل شده. البته فراموش نکنیم باز هم در این هفته، یعنی هفته 16 هم، تعداد گل‌هایی که رد و بدل شد کم شد، 9 گل. هرچی ما میگیم صحبت میکنیم آقا چرا داره کمتر میشه؟ حالا ما گفتیم بعد از جام جهانی تعداد گل‌ها بیشتر میشه، اما این اتفاق نیفتاد. هفته 4 هم یادم میاد که 9 تا گل رد و بدل شد، یعنی هم هفته 4 هم هفته 16 هم کلا 9 تا گل از خط دروازه ها عبور کرد. 4 تا تیم تونستن ببرن در این هفته، 4 تا تیم مساوی کردن و کلا هفته زیاد جالبی نبود از لحاظ تعداد گل هایی که رد و بدل شد. ما قراره که به لیگ 2 هم بپردازیم و لیگ جوانان، لیگ پایه و اتفاقاتی که در این لیگ ها هم حالا به نوعی رقم خورده، اگر زمان به ما اجازه بده. که من امروز قول دادم به بچه‌ها کمتر صحبت کنم که بتونیم تمام آیتم ها رو با هم ببینیم. در همین ابتدا با هم بریم نتایج هفته 16 هم رو مرور کنیم که ببینیم چه اتفاقاتی افتاده در هفته 16. خیبر خرم‌آباد و شهرداری آستارا 0-0 کردن. فرصت بسیار خوبی بود برای خیبر خرم‌آباد که بتونه فاصله خودش رو با تیم صدر جدول، یعنی شمس‌آذر قزوین، نزدیک و نزدیک‌تر کنه. از اون ور خیبر خرم‌آباد هفته گذشته بازیش رو مساوی کرده بود مقابل رایکای بابل و اومده بود از اهمیت این بازی حالا با خبر بود که چه اتفاقی داره میفته. از اون ور هم شهرداری آستارا هفته گذشته، یعنی هفته 15 هم، بازی خودش رو مقابل فرشای سپاسی مساوی کرده بود. باز هم یک تساوی دیگه برای هر دو تا تیم. شمس‌آذر قزوین 3-1 آرمانگاهر سیرجان رو برد و به قهرمانی در نیم فصل سلام کرد و تمام شد، چون هفته بعد بازی نداره شمس‌آذر. چرا؟ چون شهر خودرو کلا از جدول خارج شده و استراحت میره برای ان شاءالله 28 آذر که بازی خودش بعد به مسافت خوش طلایی ساوه بره. استقلال خوزستان هم 2-0 خوش طلایی ساوه رو برد. یک بازی بسیار خوب، یک بازی بسیار پرگل از لحاظ حالا میگم پرگل، چرا؟ چون پنالتی هم داشت، پنالتی که حالا گل نشد، ولی خب بازی خوبی بود، کلا سر پا حمله بود. اما خب استقلال خوزستان در پایان موفق شد با 2 گل تیم خوش طلایی ساوه رو شکست بده. چوکای تالش با خلیج فارس بندر ماشر 0-0 کردن. اینم یه دونه از همون تساویه بود که خدمتتون عرض کردم و یه پنالتی هم از دست دادن چوکای، حالا بهش میرسیم و در موردش صحبت خواهیم کرد. ونپارت نقش جهان با توتونی واقعا متحول شده و در جام حذفی هم بعد به مساف تیمی بره مثل پرسپولیس تا به جام حذفی هم میرسیم و در مورد هم صحبت میکنیم. استقلال ملاسانی بدون آقای اشکش رو شکست داد که علی حمودی که الان از بازیکنان و مربی بازیکن این تیم هست و در اولین حالا مربیگری خودش که به عنوان مربی بازیکن هست، بازی خودش رو باگذار کرد مقابل استقلال ملاسانی. شرایط بسیار سختی بود برای علی حمودی، اما خب علی حمودی مثل فوتبالش که همینجا هر جا موفق بوده، هر جا بازی کرده موفق بوده و قطعاً امیدواریم تا زمانی که سرمربی این تیم هم معرفی خواهد شد بتونن نتایج خوبی رو بگیرن، چون استقلال ملاسانی واقعا حقش این نیست. مثل شهر بابک رایکا یا همون دریا کاسبیان بابل مساوی کردن. این هم یه دونه از همون تساوی ها بود که مس میتونه شاگردان آقای رضایی میتونست باز هم فاصله خودش رو با تیمایی که در صدر جدول هستن نزدیک و نزدیکتر کنه، اما به تساوی رسیدن و هر کدوم یک امتیاز داشت کردن. تایپا هم 1-0 شهرداری همدان رو برد. شهرداری همدانی که با احمد جمشیدیان هفته گذشته ما در موردش صحبت کردیم، حواشی که پیرامون این تیم داره میچرخه، پولایی که بازیکن‌ها نمیگیرن و امیدواریم که مشکلات این تیم هم برطرف بشه. و تایپای محمود فکری هم نتایج بسیار خوبی رو هفته به هفته داره کسب میکنه و بعد از تعطیلات جام جهانی نشون داد که این تعطیلات برای سایپایی ها خیلی خوب بود، مثل پارس جنوبی جم که قرار در موردش صحبت کنیم که بعد از تعطیلات برای جام جهانی هم این تیم هم متحول شد و نتایج بسیار خوبی با ایمان رضاقی راد گرفت و نشون داد که این تعطیلات میتونه کمک کنه به اینکه نقاط ضعف خودشون رو برطرف کنن و نقاط قوت خودشون رو تقویت. پارس جنوبی جم با فجر شهید سپاسی شیراز 0-0 کردن و هر کدام یک امتیاز گرفتن. فرصت رو از دست دادن هم پارس جنوبی جم هم فجر شهید سپاسی شیراز، میتونستن که به اون نتیجه دلخواه خودشون برسن و این دوتا تیم هم که از تیم‌های مدعی هستن خودشون رو به صدر جدول نزدیک و نزدیک‌تر کنن. چادر معلومم که داریم می‌بینیم استراحت، چرا؟ به خاطر اینکه بازیش بعد مقابل شهر خودرو برگزار می‌شد که شهر خودرو کامل جدول رو داریم می‌بینیم اصلا به هم زده و به هم ریخته. خب در مورد نتایج هم صحبت کردیم، جدول رو با هم ببینیم. از هشتمی که داریم می‌بینیم مهمان بودن فقط
چند تا تیم تونستن بازی خودشونو ببرن، 4 تا تیم تونستن ببرن و 4 تا تیم مساوی کردن. شمس‌آذر قزوین در صدر جدول قرار داره با 34 امتیاز و تموم شد. میگم هفته بعدم که استراحت هست به خاطر اینکه بازیش مقابل شهر خودرو بود و میره تا 28م. قهرمان نیم فصل شمس‌آذر قزوین بود که پرگل هم قهرمان نیم فصل شد. سایپای تهران هم در جایگاه دوم جدول قرار داره با 28 امتیاز. فارس جنوبی جم سومه با 26 امتیاز. خیبر چهارم 25 امتیاز. حالا خیبر رو فارس جنوبی جم و سایپا فرصت دارن که خودشونو نزدیک کنن به شمس‌آذر قزوین دیگه، چون یه بازی دیگه دارن فردا برگزار میشه. فجر سپاسی هم 25 امتیاز است، مثل شهر بابک 24 امتیاز. ببین چقدر فاصله ها نزدیک است. تیم دوم جدول که سایپا هست و تیم ششم جدول که مثل شهر بابک است. استقلال خوزستان هم بعد از اون همه تساوی پشت سر هم نشون داد که بالاخره میشه تلسم مساوی ها رو بشکنه و نتیجه بگیره. استقلال مولاسانی هم در جایگاه 8م قرار داره با 20 امتیاز و شهرداری همدان هم جایگاه 9م با 18 امتیاز. اونور جدول هم ببینیم کوچه تله جایگاه 10م، بند پارس 11م، آرمان گوهر سیرجان 12م، 13م، 14م، 15م، 16م جدول هم که مشخص است. چوکا و خلیج فارس و شهرداری آستر و شادرملی و اردکان ید. چوکای تالش هم که کلا 5 امتیاز داره، کلا 5 تا تساوی تونسته به دست بیاره. خلیج فارس ماشر هم کلا یه دونه برد داره که با هم دیدیم، اونم یه بردش مقابل هفته 13م مقابل استقلال خوزستان بود که عباس کندل موفق شد در دقیقه 86 گل بزنه برای این تیم و دیگه گلی رد بدل نشد. مثل شهر بابک هم حالا میگم یه دونه باخت داشت. خیبر خرم‌آباد بدون باخت بود، تو جدول هم با هم دیدیم. مثل شهر بابک هم یه دونه باخت داشت، اونم هفته دوم مقابل پارس جنوبی جم بود. حالا صحبت میکنم در مورد گلی که زده شده در اون بازی. برنامه هفته 17م که فردا شنبه 10م دی ماه قرار برگزار بشه، یعنی پس فردا، شهرداری آستارا بعد ناصاف پارس جنوبی جم بره، خوش طلایی و ون پارس چه بازی بشه این بازی. خلیج فارس بعد با چادرملی و اردکان یزد مسابقه بده. استقلال مولاستانی و سایپا، رایکا یا همون دریا کاسپیان با چوکا، فجر سپاسی با مصر شهر بابک، شهرداری همدان با خیبر خرم‌آباد، آرمان گوهر سیرجان با استقلال خوزستان و شمس‌آذر هم میره برای استراحت تا 28 آذر که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. در این فصل دوم قطعا این تیم تقویت خواهد شد و دیگر تیم ها که نتایجی رو انشاءالله به دست بیارن، همه تیم ها اون نتایجی که واقعا در شأن اون استان هست. چون ما داریم نگاه میکنیم وقتی اسم تیم ها رو میبینیم، همه تیم ها حقشونه که بتونن به لیگ برتر سلام کنن. اما خب در پایان شما میدونید تیمی به لیگ برتر سلام میکنه که در نیم فصل دوم هم بتونه همچنان روند رو به رشد خودش رو در نیم فصل اول ادامه بده یا اصلا در نیم فصل دوم کاملا متحول بشه و اتفاقات بسیار خوبی رو بتونه برای تیمش و اون استان رقم بزنه. بریم با هم خلاصه بازی ون پارس و استقلال مولاستانی رو ببینیم. بازی که 2-0 به سود تیم ون پارس نقش جهان اصفهان. صفرزاده تو رو به عقب پاس میده، حالا در میانه زمین فلاحیان میبره به سمت چپ، نفوذ کرده امینی، خود امینی تو با پای راست این بار میفرسته روی دروازه، این ضربه سر خطرناک. بازم داره به نیمکت تیم استقلال مولاسانی تذکر میده، از همون اول کار زیادی معترض بودن، یه اسپری هم میزنن روی دست مصدوم بازیکن ون پارس، فکر کنم شیرزادی بود که احساس ناراحتی میکرد جارن از ناحیه دستش و میخواد که بازی دنبال بشه. داور مسابقه باید بازی جوان مردانه رو رعایت کنن. سعیداوی همه دارن صحبت میکنن اونجا، هرچی هم داره میگه بازی رو دنبال کنید، ادامه نمیدن بازی رو، انجام نمیدن. یه کارت زرد فکر کنم به یاره شماره 8 داد، حسن معاوی. اوه 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 این کارا چیه دیگه توی زمین.
عرض کردم بازی از دست داور داشت در میرفت با این اعتراضایی که شاهدش بودیم. حالا یکی باید حسن در واقع محمد امین سعیداوی رو بگیره. دو دفاع چپ و راست تیم ونپارس پشت توپن، این فضا برای آزادمنش بهتره. امینی هم رد میشه، آزادمنش مستقیم ضربه رو میزنه، خوب هم زد از بالای دروازه با فاصله بسیار کمی توپ به بیرون میره. ارسال انجام میشه روی دروازه با داخل پای چپ، فرصت برای تیم ونپارس. چرا این توپ رو گل نمیکنن؟ اما آفساید هم گرفته شده. امینی، شوریابی، یه پاس به در عرض، حرکت کاویانی، یه پاس عالی از کاویانی، حالا این سم امینی موقعیت داره، بزن ضربه رو دیگه امینی و توپ تیر بخون، گل، گل اول برای تیم ونپارس توسط چه بازیکنی هم زده میشه. گل اول برای تیم ونپارس توسط ایمان شوریابی. ونپارس 1 استقلال ملاسانی 0. حلقه شادی بازیکن ونپارس. پاس اولو امین کاویانی داد، محمد امین کاویانی انداخت برای امینی، حضورش در زمین ورقو برگردوند. پاس عالی به سمت راست، فرصت هست برای بازیکن ونپارس سفرزاده و ضربه‌ای که از زاویه بسته میزنن و راهی کورنر میشه. قشنگ روحیه رو باختن. 74مین دقیقه رو داریم پشت سر میذاریم و حرکت یار تازه وارد بهمعی، رضا بهمعی پشت محوطه جریمه، فرصت هست برای استقلال ملاسانی توی دروازه، اما آفسایده، آفسایده، رفت که خوشحالی کنه ولی پرچم میزنه کمک 1. موقعیت هست در اون محوطه جریمه برای استقلال ملاسانی، داورم خطا نگرفته، ضربه رو میزنه، مهرابی میگیره توپو، یه بار دیگه چه دبل سیوی، همچنان موقعیت و اینم تک میبندن، چه دبل سیو نازی داشت احمد مهرابی. از بین دو بازیکن میخواست عبور کنه، موفق نشد، خودش همچنان گوشه زمین و توپ از دست میده. اصلا پاساشون به دوتا نمیرسه، خدایی چرا اینجوری هن؟ بازیکن استقلال پشت محوطه جریمه، موقعیت هست و اونجا توپ میگیره، امیرحسین بهادر بود که توپ از دست داد. دوباره خود فلاحیان میبره به سمت راست، آزادمنش، بهادر، آزادمنش، کاویانی میتونه توپو بگیره، حالا این اتفاق رخ میده، آفساید هم در کار نیست، فرصت هست برای تیم ونپارس، یه موقعیت برای قشلاقی. امیرحسین بهادر عالی بود حرکتش ولی ضربه رو خوب نزد تو صحنه قبلی. کاویانی یه پاس در عمق دیگه، فرصت هست، اینو دیگه باید بزنن تو گل، میزنن ضربه رو و توی دروازه، گل دوم برای تیم ونپارس به ثمر میرسه و حالا امیرحسین بهادر تلافی کرد و جبران کرد اون صحنه ای که از دست داد. 2-0 برای تیم ونپارس. تازه میخواستیم صحنه قبلیشو ببینیم که حالا گل میزنه. چه بازی بشه مقابل پرسپولیس، تیم آماده ونپارس با تیم بدون مهاجم یحیی پشت محوطه جریمه، فرصت برای تیم استقلال ملاسانی و ضربه دروازه باید زده بشه. بله، چه بازی بود این، بازی ونپارس و استقلال ملاسانی که حالا قبلش در موردش صحبت کردیم. دو تا گل داشت، خدمت شما عرض کنم که یه گل آفساید داشت برای استقلال ملاسانی که حالا داور و کمک داور اون رو آفساید اعلام کردن و این باعث شد که یه ذره اعتراضات در زمین زیاد و زیادتر بشه و یه ذره به تشنج کشیده بشه بازی و دیدیم که کارتای آی داور هم یکی پس از دیگری در اومد. قطعا در مورد حال مباحث داور این بازی هم صحبت خواهیم کرد، اما در مورد استقلال ملاسانی صحبت کردیم. خب شما در جریان هستین که آقای اشکش از این تیم جدا شدن و رفتن با توجه به شرایطی که بود، شاید بارها و بارها آقا گفتن آقا به این تیم پول تزریق کنین، این تیم تیم بومیه، حمایت کنین، مسئولین از استاندار خواستن، از فرماندار خواستن، همیشه مشکل زمین داشتن، الان مشکل زمینشون حل شد، پول بازیکن‌ها رو ندادن، بازم بچه‌ها غیرت می‌کردن، میومدن بازی می‌کردن و خلاصه تمام اینا دست به دست هم داد تا آقای اشکش از این تیم جدا بشه و بره سرمربی نفت مسجد سلیمانی بشه که حالا قطعاً در مورد نفت مسجد سلیمان هم صحبت خواهم کرد که در لیگ برتر و لیگ 22 ما در قعر جدول قرار داره. بازی هفته گذشته خودش هم واگذار کرد این تیم و فردا هم بعد به مصاف تیم آلومینیوم اراک بره. حالا در مورد اینم صحبت خواهیم کرد. اما علی حمودی خب با توجه به این شرایطی که بود اومد به عنوان مربی بازیکن
کمک کرد به این تیم. حالا بازی اولشون هم واگذار کردن و شرایط بسیار سختی هست در استقلال مولاسانی، عرض می‌کنم. در همین راستا ارتباط گرفتیم با علی عزیز، علی حمودی، که مفصل صحبت کنیم در مورد استقلال مولاسانی و شرایطی که در این تیم تا الان حکم فرما بوده. آقای حمودی سلام، خدا قوت. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. مرسی از فرمایشات خوب شما در استقلال مولاسانی و تقریبا خیلی از نکاتی که خب حالا خیلی از مردم عزیز نمی‌دونستن شما فرمودید. من از شما تشکر می‌کنم، در خدمت شما هستم. زنده باشین. علی آقا ما صحبت کردیم در مورد شما، خب الان شما اومدید به عنوان مربی بازیکن دارین به این تیم کمک میکنین، آقای اشکش همونطور که عرض کردم با توجه به مشکلاتی که بود از این تیم جدا شد و رفت، و الان شرایط استقلال مولاسانی به چه صورته و در ادامه چه اتفاقاتی قراره برای این تیم بیفته؟ خب ببینید، من اول که آرزوی موفقیت میکنم با آقای اشکش و جای تشکر داره از آقای اشکش که واقعا یه تیمی درست کردن که من که اون به عنوان خب حالا مربی بازیکن بالاتر تیم هستم هیچ دغدغه فنی و بازیکن نداشتیم و خیلی تیم خوبی درست کرده بود آقای اشکش، زحمت کشیدن با جون دل این تیم سخت‌کوش درست کردن و من از نظر بازی و مشکلات فنی خیلی چیز مشکلی نداشتیم، با بچه‌ها احترام گذاشتن و من قابل دونستن که بالاترشون باشم به عنوان بازیکن سرمربی و حالا مربی و از این هیته هیچ مشکلی با بچه ها نداشتیم. خب حالا با ونپارس شرایطی بود که ما شما خلاص بازی هم داشتیم، اما میتونستیم اون بازی رو بریم یا مصابقه کنیم هم ونپارس و خب حالا نتیجه شد که تیم ونپارس تونست این بازی از ما ببره. یکی دو جا هم علی آقا اعتراض داشتیم به صحنه پنالتی، درسته هاشمی فر بود فکر کنم اومد یه توپ بالای سر دفاع ونپارس بندازه که میگم به دست خورد. حالا ما در مورد اون داوری هم صحبت میکنیم که بازیکنان شما اعتراض میکردن. کلا خود حالا بازیگری الان هم که در بازیکن خود داوره. علی آقا من صدای شما رو ندارم، میشه لطفا جایی بیستین که صدای شما واضح باشه؟ آقای حمودی سعی میکردم تو جبه بازی باشم تا داوری، ولی خب بعضی وقتا من تو لیگ یک دیدم واقعا داورا، حالا مثلا این داور این بازی بعضی وقتا تو جریان بازی لج میکنن با یه سری از بازیکنان و روی اعصاب بازیکنان میرن، بازیکنم از کوره در میاره، خب اونجا حالا جنگ لفظی و اینجور چیزا پیش میاد، اینجوری که بعضی وقتا هم بازیکن تمرکزش از دست میده هم داور. من فقط یه نکته هست که حالا آقایونی که داورا رو خب حالا واقعا واسه بازی انتخاب میکنن بدونن حالا چه تیمی اون و چه داوری میخوان انتخاب بکنن که این مشکلات پیش نیاد. الان خیلی از داورا ذهنیت شاید یه ذهنیت دیگه نسبت به مولاسانی دارن و میان میخوان خودشون رو مقابل مولاسانی نشون بدن و این خوب نیست. واقعا ما تو این صحنه تو این بازی یک دو صحنه داوری حق تیم ما رو ضایع کرد و میتونستیم اون بازی ما با تساوی تموم بکنیم. قطعا ما در مورد مباحث داوری صحبت خواهیم کرد آقای حمودی و بالاخره وظیفه ای ماست، اجازه نمیدیم حق هیچ تیمی انشاءالله ضایع بشه و کمک میکنیم همه تیمایی که در لیگ آزادگان حضور دارن چون وظیفه ای ماست. اما بپردازیم به حالا شرایط استقلال مولاسانی، الان مباحث فنی کلا گردن علی آقا حمودی، برد و باخت تیم‌ها. بله من به عنوان گفتم به عنوان بزرگ این مجموعه که خب آقای عبدالرضا حمیدی و آقای علاقمند دوست داشتنی که واقعا کل مشکلات مالی گردن ایشون بوده و تا حالا تقریبا بیشتر از حد لازم انجام داده، مشکلات مالی رو حل کرده و خیلی که بهتون بگم حل کرده، خب در حد توان این شخص که از یه استان دیگه اومده و داره واقعا هزینه میکنه واسه استقلال مولاسانی، دستشون در نکنه، من اینجا ازشون تشکر میکنم. آیا علاقه بند همچنان هست علی آقا؟ آخه چون بله یه سری زمزمه ها بود که رفته قائم مقام باشگاه نفت مسجد سلیمان شده، آقای اشکش همطور آقای بوستانی رو برد، آقای علاقه بند هم برد. آقای علاقه بند عشق خاصی به تیم مولاسانی دارم و باورتون نمیشه همین دیشب هم کلی جلسات با بازیکن داشته و پس شایعه بود. بله ایشون هم تو شاید یه سمتی تو مجلس سلیمان داشته باشه، ولی خب همیشه الان که مدیر عامل مولاسانی هست و همیشه با تیم هست و این تیم الان که تا اینجای جدول اومده واقعا زحمات خود آقای علاقمند بوده. میشه دو جا باشه علی آقا؟ مگه میشه دو جا باشن
حالا ما قدردانی میکنیم از زحماتش، هر کسی که کمک کنه به هر تیمی ما ازش تشکر میکنیم. تو این شرایط ما همه رو درک میکنیم، بیان هزینه کنن و بالاخره اون جوانایی که در اون شهرستان هستن به سمت ورزش بیارن، واقعا جای تشکر داره. اما اینکه دو جا باشی برای تمرکز دارم عرض میکنم، آخه ما داشتیم دیگه، از این نمونا زیاد بود که دوستان بودن در تیمی که الان سقوط کرد رفت و الان اومدن مدیر فنی شدن در یک تیم دیگه که الان میشه گفت نتیجه بسیار خوبی گرفته. میخوام اینو بگم اون تمرکز دیگه نیست ها. من گفتم شاید اونجا باشه، خیلی مطمئن نیستم از این، ولی خب ما الان بالا سر تیم خودمون هستش و داره کمک لازم انجام میده و ما همین حرفی که شما زدین به یه جوان که خب حالا واسه فوتبال واسه ورزش اومده کمک کردن، به نظرم از خیلی چیزا مهمتره و داره این کار میکنه، به جوانه این شته داره کمک میکنه که واقعا ما انتظاری که از مسئولان استان داریم که بیان کمک آقای علاقمند و اشخاصی مثل آقای علاقمند که بدارن به تیمایی که مردمی هستن و پرطرفدار هستن مثل استقلال و ملسانی کمک بکنن که تو ادامه راه با مشکل زیادی نخورد. انشاءالله. علی آقا الان وضعیت تیم چی میشه؟ تا کی قرار شما به عنوان مربی بازیکن باشین؟ آیا مذاکراتی داشتن با سرمربی یا نه؟ به شما گفتن آقا علی آقا تا پایان نیم فصل فعلا تیم رو هدایت کن تا ببینیم نیم فصل دوم چه اتفاقی میفته. ببینید من ازم خواستن این دو تا بازی و بالا سر تیم باشم، چون گفتم اما اول صحبت هم گفتم که به عنوان بازیکن و مربی بزرگ تیم که بچه‌ها احترام گذاشتن من الان بالا سر تیم هستم و خود کادر مدیریتی آقای عبدالرضا حمیدی و آقای علاقمند هر وقت دوست داشتن میتونن مربی برن، منم بازیکن این تیم هستم. فعلا من این دو تا بازی و بالا سر تیم هستم تا این آقایون تصمیم بگیرن چه مربی با چه کسی میتونن صحبت بکنن. درسته، چون شما خب قطعا در جریان هستین که باید تا یه تاریخی بالاخره الان به عنوان مربی بازیکن اشکال نداره، ولی بعد از اون تاریخ باید باشه دیگه سرمربی، چون اگه نباشه کاملا اون تیم میتونه از جدول کنار گذاشته بشه، بالاخره اون تیم اون برنامه و اون بندهایی که وجود داره. بله همین چیزی که شما این فرمایید، مثلا یه سرمربی وقتی میاد با یه کیپ کامل، حالا من خودم واقعا تو این دو هفته خیلی خب حالا نظر تمرین اینو دستنا بودم، خب دوستانی مثل خب آقای اسد آبادی کاپیتان و دروازه‌بان این تیم کمک من بود، آقای امین هاشمی، واقعا زحمت کشیدن که تیم هیچ مشکل از نظر انضباطی فنی نداشته باشه که تا الان اومدیم جلو. من استقلال ملتانی این مسئولیت قبول کردم چون از نظر جدول و بازی هیچ تو بحرانی نیستیم، ولی اگه من خب تیم تو شرط سخت بود قطعا شاید این تصمیم نمی گرفتم، ولی چون تیم من یه تیم یه دست هست و تیم سخت بوشیه تصمیم گرفتم دو تا بازی باشم تا خود جایگاهتون هم خوبه دیگه علی آقا تو جدول. شاید ما خدا را شکر خوبه، تیم ملاسانی با بودجه‌ای که بسته شده از اول فصل نسبت به خیلی از تیم‌ها به نظر من خیلی شرایط خوبیه و میتونه بهتر هم باشه ان شاء الله. آقای حمیدو شما مدرک مربیگری دارین؟ من فعلا دنبالش هستم و خب یه شبه پیشنهادی اومد واسم، مجبور شدم که قبول بکنم و چون تیم شهر خودم هم هست خواستم به اون مجموعه کمک بشم. درسته که حالا مدرک مربیگری هم مهمه، اما تجربه شما قطعا میتونه کمک کنه به این تیمای حمودی و در ادامه رو برای شما آرزوی موفقیت داریم. ضمن این که حالا من میدونم زیاد هم تایم نیست، ولی زمزمه‌ای امیر خلیفه اصل درست عرض میکنم برای سرمربیگری این تیم؟ ببینید من نمیتونم تایید میکنین تایید بکنم یا نه، چون توییتر کاری من نیست، منم شاید مثل شما شنیدم خیلی از گزینه‌ها بودن و من هر کسی هم بیاد تو اون مجموعه واقعا کمک کاملی بهشون انجام میدیم و انشالله بتونیم همکاری خوبی با هم داشته باشیم. انشالله. ممنونم از شما علی آقا، با شما خداحافظی میکنم. مرسی از این ارتباط خوب شما، دستون درد نکنه. قربان شما، خدا نگهدار. خدمت شما عرض کنم که بریم با هم حالا صحبت کنیم در مورد استقلال ملسانی و شرایطی که دارن. امیدواریم که در ادامه راه موفق باشه این تیم، چون تیم بسیار خوبی بود، تیم بومی بود که جمع کردن اون اشکش و در ادامه راه اون اتفاقات براش افتاد. حالا ما قراره که اگر دوستان بیان روی خط آیه اشکش اینا و حالا عزیزانی که میتونن پاسخگو باشن با اون عزیزان ارتباط بگیریم، ببینیم چه اتفاقی افتاد و چرا جدا شدن. حالا دوستان من در تلاش هستن که اون عزیزان رو بتونیم بیاریم روی خط آیه اشکش. ظاهرا مدیر عامل باشگاه گفته که فعلا حق مصاحبه ندارن آیه اشکش و کسی نمیتونه صحبت کنه. حالا ببینیم در ادامه چی پیش میاد. بریم با هم مسابقه بعد از بازی ون پارس و استقلال ملسانی ببینیم صحبت‌های آقای توتونی رو با هم بشنویم و ببینیم.
بازی خوبی بود، به جز اون یه ربع اولی که ما شرط خوبی نداشتیم که دلایلش هم خوب میدونستیم و هشدار هم داده بودیم، ولی هرچقدر بازی رو به جلو رفت همون شکل فرم اون بازی که ما نیاز داشتیم به خودشون بگیرند رو گرفتن و خصوصا تو نیمه دوم که شرط تیممون خوشبختانه خیلی بهتر شد و از نقاط ضعف تیم حریف که میدونستیم چه نقاط ضعف و قوت دارم استفاده خوبی کردیم و خود رو شاکر نتیجه خوب رو گرفتیم. و متاسفانه یه مقداری نگران این بودیم که با توجه به رفتن کادر فنی تیم ملاسانی از این تیم و جدا شدنشون بچه همون یه مقداری بی تفاوت و بدون تمرکز برن، که خب توی اون 15 دقیقه برم اینم به وفور دیدیم توی تیممون و خب با هشدارهایی که داده بودیم هر چقدر رو به جلو رفتیم بچه‌ها اون تمرکز لازم روی شرح وظایفشون رو پیدا کردن و خوشبختانه تونستیم به اون چیزی که فکر می‌کنم استحقاقش رو داشتیم برسیم. یه لحظاتی بود که یه سوتایی زده شد، ولی نمیتونم بگم توی نتیجه بازی اثرگذار بود. فقط من یه خواهشی دارم از داورای عزیز کشورمون، یه کمی توی زمان‌های تلف شده بازی بیشتر دقت بکنن، نه برای تیم من نه برای تیم‌های دیگری. ما نیمه اول مثلا برای اون جنجالی که تیم ملاسانی درست کرد شاید توی همون زمان فقط 2 دقیقه از زمان بازی از دست رفت، چندین بار بازیکن‌های تیم اونا خودشون رو زمین انداختن و مثلا ما تو نیمه اول شاید 15 دقیقه فوتبال نکردیم تو زمین، ولی ایشون 3 دقیقه وقت اضافه می‌گیرن. ما تازه از بازی جام جهانی در اومدیم و می‌بینیم که فیفا به دنبال این هست که بیشتر زمان بازی مفید اتفاق بیفته. خواهش میکنم از داورا و کمیته داور که این موارد رو گوشزد بکنن که واقعا حق فوتبال ضایع نشه. این موفقیت اول لطف همه بچه‌ها، تلاش همه بچه‌هاست و خیلی ما تحت فشار بودیم، یعنی 20 دقیقه آخر یورو 20 دقیقه آخر یکی جلو بودیم، خیلی تحت فشار بودیم. خدا شکر دبر سوه باعث شد تو بازی بمونیم، تو همون یکی چه روی ضد حمله خوب بازی دویچ کنم یکم خیالم راحت تر بشه. اما نیاز داشتیم به سه امتیاز واقعا، یکم کندشیم از وسط های جدول. خدا رو شکر میکنم که این درخشش باعث شد که تیم ببره و تو کورس بمونیم، تو کورس بالا. امیدوارم قبل از این بازی جام حذفی با روحیه خوب بعد از برد خوشتلایی بریم بازی پرسپولیس، و اونجا هم حرفایی برای گفتن خیلی داریم برای بازی پرسپولیس و امیدوارم که خوب پیش بره و بتونیم به شگفتی بیافریم. نواسه پیروزی میریم تو زمین، از قبل خودمون رو باخته نمیدونیم چون تمرینات خیلی خوبی داشتیم، تیممون به اون هارمونی خوبی رسیده و 100% واسه پیروزی میریم. امیدوارم که نتیجه بگیریم. آقای توتونی به هر حال یکی از مدرسای فیفا هستن و علمشون به روزه و خدا رو شکر بچه‌ها خیلی چیزا ازشون یاد گرفتن و خودتون هم می‌بینید که تو بازیامون چقدر تاثیر گذاشته و خدا رو شکر روز به روز هم داریم بهتر میشیم. بله، با هم صحبت‌های بازیکنان و سرمربی تیم ونپارس رو شنیدیم. بازی بسیار خوبی بود که در پایان ونپارس موفق شد 2-0 حریف خودش استقلال مراسانی رو شکست بده، که قبلش هم در موردش صحبت کرده بودیم. و حالا بچه‌ها صحبت کردن در مورد جام حذفی که به اونم میرسیم، که بعد ونپارس مصاف پرسپولیس بره و مفصل بعد در مورد این بازی هم صحبت کنیم. و حالا تیمایی که در جام حذفی به هم خوردن، 16 تا تیمی که از حالا میشه گفت سه مرحله جام حذفی بالا اومدن و خوردن به 16 تا تیمی که در لیگ برتر هستن و 32 تیم، ببینیم و در پایان کدام تیم قهرمان جام حذفی خواهد شد، که به قول دوستان میرسیم بهش. بریم حالا یه پیش بازی ببینیم. بازی شمس‌آذر بود و خدمت شما عرض کنم آرمان گوهر سیرجان که برف بسیار شدیدی بارید، خیلی برف بود و بازی کردن تو این زمین خیلی سخت بود. اما با توجه به تدابیری که دوستان در قزوین داشتن، در ورزشگاه سردار آزادگان در استان قزوین، این بازی برگزار شد، یعنی کاور کرده بودن، راحت تونستم بازی رو برگزار کنم. برعکسش در هفته 13 ما در لیگ برتر داشتیم، در لیگ 22 بازی که در ورزشگاه امام خمینی شهر عراق بود، با توجه به بارش شدید برف بازی برگزار نشد، بازی که بین آلومینیوم عراق و گلگهر سیرجان بود و این بازی حالا مشخص نیست چه زمانی برگزار بشه. و طبق حالا آینامه‌ای که هست و ماده 62 این بازی که برگزار نشده میشه حالا جزء به استثنای مواد قاهره. یعنی چی؟ یعنی بازی هایی که هیچ کدوم از تیم ها برای حالا اینکه بازی برگزار نشده دخیل نبودن، این استثناء است که استثنای قوای قاهره میشه که هیچ کدوم از تیم ها دخیل نبودن. و حالا ببینیم که چه زمانی بازی برگزار خواهد شد طبق این ماده 62. یعنی بازی نتیجه بازی لیگ برتر دارم عرض میکنم که 3-0 نمیشه،
به سود هیچ تیمی تا حالا تاریخش مشخص بشه که بازی برگزار بشه در فلان تاریخ و در فلان ساعت. اما ببینیم چه تدابیری دوستان داشتن در قزوین که زمین رو کاور کردن. برف رو ببینیم، یه زمین سفید پوش، بعد یه زمین سبز پوش. بفرمایید. بله، دیدیم که دوستان واقعا با تدابیری که اندیشیده بودن چقدر خوب تونستن کنترل کنن و بازی هم برگزار شد، خیلی هم خوب برگزار شد. و حالا این بازی که بین شمس‌آذر و آرمان گوهرسی جان برگزار شد، برنده داشت، پنالتی گل شده داشت، دو تا اخراجی داشت و قهرمان نیم فصل هم تو همین بازی مشخص شد. بریم با همین بازی رو ببینیم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما هستیم. ضربه بلندی رو میزنه، ضربه سر از مهدی محمدی، دوری سر آبادانی تو خوب قطع کرد برای عربی، موقعیتی که داره به وجود میاد برای شمس‌آذر و گل! گل برای شمس‌آذر قزوین با ضربه آقای گل لیگ دستی اول فوتبال باشگاه ایران. پاس علی اصغر عربی، گل رحمان جعفری و حالا شمس‌آذر قزوین 1 آرمان گوهر سیرجان 0. بر سمت راست زید آبادی اونجا بود که صاحب توپ شد، موقعیت حالا هست برای تیم آرمان گوهر، خطرناک هر طوری که هست، موقعیت همچنان هست برای آرمان گوهر و ضربه‌ای که از بالای دروازه به بیرون میزنه مجید خاجویی. پاپی مقابلش میلاد صادقیان هست، به خوبی عبور میکنه، سانتی که انجام میده، موقعیت برای جودکی، با پلچپ ضربه رو میزنه، تو دو مرحله دور میکنه محمد رضا قویده. باز هم تیم آرمان گوهر سیرجانه که داره فشار میاره به روی دروازه شمس‌آذر. یه سانتر دیگه، یه موقعیت دیگه و خیلی خطرناک بود اونجا. در 35مین دقیقه کرنر رو باید احسان جودکی بزنه که تیمش یکی جلو. عربی میره برای پاس گل دوم، یه موقعیت، ببینیم چی میشه اونجا. معتقدن که داور باید پنالتی میگرفته اما ترابیان بازی رو ادامه میده. علی اصغر عربی سمت چپ واسه احسان جودکی، ببینیم چه تصمیم میگیره جودکی، سانتی که انجام میده، میده برای گل دوم شمس‌آذر. رضایی ارسال بلندش در اختیار قویده، یه لحظه اونجا اشتباه، باید فکر کنم قرمز رو بده اونجا داور، ببینیم که تصمیمش چیه. رحمان جعفری ضربه رو میزنه در برگشت، تیر دروازه و حالا گل! گل برای شمس‌آذر قزوین با ضربه بازیکنی که تازه از مصدومیت برگشته، علی گودرزی، اونجا باید مواظب باشه تا دوباره فقط مصدوم نشه. در 40مین دقیقه بازی
این علی گودرزی هستش که موفق میشه شمس‌آذر قزوین رو دو هیچ جلو بندازه در ورزشگاه سردار آزادگان. گودرزی به دنبال تو، پس اونجا هم شمارهش فشار بود، خطایی هم اعلام نشد و موقعیت هست برای تیم آرمان گوهر و این اتفاق میفته و اولین گل خودش رو نماینده استان کرمان با ضربه جعفر برزگر به ثمر میرسونه. ضربه کنه رو احسان جودکی میزنه، این موقعیت اونجا با پشت سرش ضربه رو زد. بازم قرمز پوشا این بار در سمت راست، ارسالی که انجام میشه، موقعیت هست برای گل دوم تیم آرمان گوهر که توپ رو در اختیار گرفت به خوبی. علیرضا حیدری، سرابادانی، میلاد احمدی رو میبینه، اونم با پاپی میرن دنبال زدن ضد حمله علی اصغر عربی. حرکت از علی اصغر عربی، پاس گل اول رو داد، ببینیم دومی هم میتونه بده یا نه. ارسالی که انجام میده، موقعیت برای شمس آذر. جودکی، پاپی بهش نزدیک میشه و توپ میگیره. محمد پاپی سمت چپ برای علی اصغر عربی، ارسال، موقعیت و بازم دور میشه، همچنان فرصت هست برای شمس آذر. میلاد احمدی با سینه برای وحید نعمتی. در 76مین دقیقه بازی شمس آذر قزوین 2 آرمان گوهر سیرجان 1. علی اصغر عربی سمت چپ به توپ میرسه، ارسال میکنه، از خانه میگذره میلاد احمدی، ببینیم چی میشه، ضربه، توپ به بغل دروازه برخورد میکنه. عربی حرکت میکنه، از یه بازیکن میگذره، ارسال بلند واسه نعمتی، پنالتی، اعلام پنالتی میشه به نفع شمس آذر قزوین. خطایی که مهدی پورفریدونی به روی کاپیتان وحید نعمتی انجام داد. پوریا سرابادانی پنالتی رو میزنه و اینم گل سوم. گل سوم شمس آذر هم به ثمر میرسه. تو به تیر دروازه خود یه لحظه همه فکر کردیم برگشت، اما خب به هر حال دروازه تیم آرمان گوهر سیرجان برای بار سوم باز میشه با ضربه پنالتی پوریا سرابادانی در 82مین دقیقه بازی. مهدی محمدی زاروین، ارسالی که انجام میده، موقعیت، چجوری این توپ به گل نشد. محمد پاپی واسه عربی، یه تاثیرم گذاشت، خود علی اصغر عربی، موقعیت هست برای گل بعدی و ضربه که اونجا زده میشه، کورنر هست به نفع شمس آذر. شمس آذر فرصت داره، توپ به نراه قطع میشه. حالا این قرمز پوشان که به دنبال زدن ضد حمله، اما خب مگه شمس آذر به همین راحتی اجازه میده این اتفاق بیفته؟ توپ رو این بار ارسلان آزادی قطع میکنه. خطا اونجا، یه برخورد وحشتناک، پاپی رو بد جور زدن اونجا بازیکنه آرمان گوهر، نمیدونم کی بود، فکر کنم اونجا بلال میرزعلی بود که یکی از بازیکنه شمس آذر رو بد زد، یعنی بعدا کارت قرمزم داور به بازیکن شمس آذر میده که اونجا نباید میومد، درگیر میشد، خب کارت قرمزش که گرفت. حرکتی که میرزا علی انجام داد، مهدی محمدی هم واکنش نشون داد تا داور به اونم کارت قرمز نشون بده تا هر دو تیم 10 نفره بشن. از هر چیز میخوام راجع بازی صحبت کنم، بعد خدا قوت جانانه بگم به همه دوستانی که واقعا کمک کرده که این بازی برگزار بشه توی این شرایط سخت و هوای بسیار سرد و زمین برفی، و هم مهیا کردم برای بازی خوب دستشون در نکنم. در مورد بازی با درس کنم که خیلی خوشحالیم در روزی که تونستیم هشتمین برد پیاپی خونگیمون رو به حال داشته باشیم و این مصادف بشه با قهرمانی نیم فصلمون، حالا دو هفته زودتر و یک هفته زودتر، و این یه تبریک ویژه داره به همه مردم عزیز استان قزوین، مبارکشون باشه، شما قول میدیم که جانانه ادامه بدیم و بتونیم یه سهمیه خوب دیگه برتری داشته باشیم.
در مورد بازی هم این که واقعا تیم بسیار خوبه، آرمانگر، سیرجار، نوره شمزان و بازیکناشون، کادر فنیشون و این بضاعتی که خب برهانه داشتن خیلی خوب بازی کردن، تبریک میگم خدمتشون. و این که ما تونستیم به هر حال تو دو نیمه غالب کنیم اون کارهای تاکتیکی که داشتیم و بچه هم اکثرا خوب بودن، خسته نباشید بهشون میگم. حالا امیدواریم که انشالله روز به روز بهتر بشیم با توجه به مسئولیتایی که داشتیم، حالا نفراتی که ما به علت محرومیت داشتیم، ولی خب جایگزینا تونستن خوب کار کنن. انشالله که در ادامه راه بتونیم موفق. بله، عرض کردم که شمس‌آذر این بازی رو برد و قهرمان نیم فصل شد و از موقعیت‌هایی که به دست آورده بود استفاده کرد. من یه توضیح کوتاه در مورد ماده 62 آیین‌نامه انضباطی مسابقات بدم. میدونم تایم نیست، ولی خب اجازه بدید که صحبتام تکمیل بشه. طبق ماده 62 آیین‌نامه انضباطی مسابقات، هرگاه رفتار یک تیم، حالا اهم از فعل یا ترک فعل، یک مسابقه نیمه تمام باقی بمانه یا برگزار نشه، تیمی که مقصر شده نتیجه بازی 3-0 میشه. و بند بندیش چی میگه؟ بند بعدیش میگه که کمیته انضباطی موظف است که ظرف مدت یک هفته رأی نهایی خود را صادر نماید، به استثنای قوای قاهره. یعنی داخل پرانتز اینو ورده، طبق ماده 62 اگه نگاه کنیم آیین‌نامه انضباطی مسابقات، این استثنای قوای قاهره یعنی چی؟ یعنی همین برفی که اومد در ورزشگاه حضرت امام خمینی در عراق که بازی برگزار نشد و هیچ کدوم از تیم‌ها مقصر نبودن. و ماده 84 آیین‌نامه انضباطی مسابقات هم اینو میگه که بند 5ش که یک تیم موظفه که تمام شرایط رو فراهم کنه، از لحاظ فنی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ، حالا میشه گفت خدمت شما عرض کنم که شرایطی که هست و حالا آمبولانس و نیروی انتظامی، که این ماده هم صدق کرد بر نتیجه‌ای که میشه گفت گرفته شد برای بازی خیبر خرم‌آباد. و خدمت شما عرض کنم که خلیج فارس بندر ماشر که حتی اعتراض هم کردن که این بازی برگزار نشد، اما طبق این دو تا ماده نتیجه بازی 3-0 شد. پس این شد به استثنای قوای قاهره، همون چیزی بود که در مورد صحبت کردیم در مورد آلومینیوم عراق و گل و گوهر سیرجان. و ماده 63 حالا آیین‌نامه برگزاری مسابقات هم اینو میگه که آقا موظف هستن وقتی هر دو تا تیم مقصر شناخته نشده، یعنی قوای قاهره تایید شده، کمیته مسابقات به زودی زمان بازی رو مشخص کنه، که زمان بازی هم مشخص خواهد شد هفته ای که بازیشون برگزار نشد بین دو تا تیمی که خدمتتون عرض کردم. اما اگه موافق باشید با هم جدول لیگ 2 رو بعد ببینیم، درسته؟ خب جدول لیگ 2 رو با هم ببینیم. بعثت کرمانشاه رو داریم می‌بینیم. من هم توی بچرخم. بعثت کرمانشاه و نماینده اسلام شهر بازی که 0-0 شد. فولادوین اهواز 2-0 اتاک بجنور رو برد. پانیک تالش 2-0 سپیدرود رشت. پانیک تالش یکی از تیمایی است که در قعر جدول قرار داره، اما این روزا داره خوب نتیجه میگیره. سپیدرود رشت رو برد. ویستا توربین تهران 2-1 فولاد هرمزگان رو شکست داد. فولاد هرمزگان هم یکی از تیمای مدعی بود. نود ارومیه بازی خودش رو باگذار کرد مقابل مثل سنگون ورزقان که داره تلاش میکنه برای اینکه به لیگ دسته یک سلام کنه. ایمان سبز شیراز اسپاد تهران هم این بازی قرار امروز برگزار بشه. چرا قرار امروز برگزار بشه؟ با توجه به شرایطی که اسپادیا داشتن، بلیط هواپیماشون حالا تهیه نشده بود، خواستن. من تشکر میکنم از مسئولان باشگاه ایمان سبز شیراز که این فرصت رو دادن که آقا یک روز بازی با تاخیر برگزار بشه. نمونهش هم داشتیم در لیگای دیگه که آقا اجازه ندادن و جام حذفی تیم کلا حذف شد، به خاطری که آقا گفتن آقا یه روز به ما زمان بدید که ما بتونیم فردا بیایم، شرایط نیست الان، بلیط هم گیرمون نیومده. اما قبول نکردن و بازی 3-0 شد. جدول رو داریم با هم میبینیم. فولادوین اهواز در صدر جدول قرار داره در گروه الف که داریم میبینیم گروه یک. مثل سنگون ورزقان 20 امتیاز است. سپیدرود رشت 18 امتیاز. ایمان سبز شیراز در جایگاه چهارم با 14 امتیاز. و تیمایی که در قعر جدول قرار دارن، ویستا توربین تهران و نماینده اسلام شهر و پاس همدان و پانیک تالش و بعثت کرمانشاه خواهند بود. شاهین تابان هم داریم میبینیم. بازی هفته دهم بود که برگزار شد، موفق شد کیانسان بابل رو ببره و یه برد دیگه به دست بیاره. شاهین تابان بوشهر که داره نتایج خوبی میگیره دیگه رفته رفته و داره به روزای اوج خودش برمیگرده با مهدی قنبری. مثل نوین کرمان هم که بازی خودش رو واگذار کرد به آریوی اسلام شهر. نیروی زمینی که نفت و گاز گچساران رو متوقف کرد. شهرداری ماشر و شهرداری بندرعباس هم که بازیشون 0-0 شد. شهدای رزکان کرج 1-0 شهرداری بم رو برد. شهدای بابلسر بازی خودشون مقابل داماش گیلان آقای میثاقیان واگذار کرد. شهید قندی هم دو تا گل زد به شهرداری نوشهر. شهرداری نوشهر هم خب امروز بعد به مسافه شاهین بوشهر بره در هفته ای که قرار برگزار بشه، یعنی هفته 11ام. جدول گروه 2 هم داریم با هم میبینیم که بازیشون امروز قرار برگزار بشه، یعنی گروه ب مسابقات. شهید قندی از دست جدول قرار داره با 21 امتیاز. نفت گاز گچساران داماش گیلان در تعقیب این تیم هستن
و تیمایی که در پایین جدول قرار دارن شاهین تابان بوشهر هست، مثل نوین کرمان هست و کیانسام بابل. کیانسام بابل همون تیم بود که امتیاز پیام طوس مشهد رو خرید و در حالا نوجوانان جوانان هم تیمش رو شرکت داده و نتایج خوبی نمیگیره. این نشون میده که آقا هر تیمی که قرار حضور پیدا کنه باید خودش بالاخره اون شرایط و زمینه رو داشته باشه. در مورد شاهین تابان بوشهر صحبت کردیم، تیمی که حداقل در سه فصل از لیگ برتر یا همون شاهین بوشهر خودمون هم الان اسمش تغییر پیدا کرده، در لیگ برتر فوتبال ما حضور داشت، در 87 سال در فصل 87-88 بود که در پلی آف موفق شد شهرداری تبریز رو شکست بده به لیگ برتر بیاد و اتفاقاتی که برای این تیم افتاد، بیش از 70 خورده ای سال قدمت داره این تیم و الان در لیگ دست دوم داره توپ میزنه و همونطور که عرض کردم بالاخره آقای قنبری داره این تیم رو عوض میکنه. در همین راستا هم گفتگو داریم با آقای قنبری در مورد شرایط این تیم و نقطه بازیکنی که کنار گذاشته شدن، بازی مقابل مثل نوین کرمان بازی نرفتن، بازی مقابل یکی دیگه آریو اسلام شهر هم بود بازی نکردن و آقای قنبری اومد این نقطه بازیکن رو در اختیار باشگاه قرار داد که آقا این بازیکن‌ها تمرین نمی‌کنن و سر تمرین نمیان و بازیکن‌های غیر بومی هم هستن. حالا در همین راستا داریم صحبت می‌کنیم با آقای قنبری که ببینیم آقا شرایط به چه صورته، این نقطه بازیکنی که در اختیار باشگاه قرار دادن آیا به تیم اضافه میشن یا نمیشن، چون واقعا حضور نداشتن این نقطه بازیکن ضربه بزرگی به این تیم زد و الان جایگاه این تیم هم داریم می‌بینیم. آقای قنبری سلام بر شما، خدا قوت، می‌دونم که ساعت 14 هم بازی دارید با شهرداری نوشهر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری خوب و تمام بینندگان محترمتون و جا داره تشکر کنم که مثل همیشه شما لطف دارین به باشگاه مردمی بوشهر، شاهین بوشهر، و من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. آقا ما زیاد وقت شما رو نمیگیریم چون میدونم الان بازی دارید ساعت 14 درسته با شهرداری نوشهر؟ من واقعیتش فقط به خاطر همین لطفی که شما همیشگی خواهش میکنم به مردمی بوشهر داشتی، شاهین بوشهر دارید، و گفتم که حالا چون با توجه به قبل از بازی هم هست، من گفتم که این بالاخره حسن نیت شما بدون چیز نمون جواب نمونه. خواهش میکنم. بازی سختی داریم با تیم هفتم جدول با 17 امتیاز، آرزوی موفقیت داریم برای شما و تیمتون و مردم خوب بشه. آقای قنبری، این داستان نقطه بازیکن چی بود که در اختیار باشگاه قرار دادین و گفتین آقا من نقطه بازیکن رو نمیخوام با توجه به حالا متحد بودنشون که سر تمرین نیومدن؟ من اشاره کردم با بازی که مقابل مثل نوین کرمان بود و آریه اسلام شهر، درست عرض میکنم؟ بله بله دقیقا. حضور نداشتن. بفرمایید در مورد این موضوع که چه اتفاقی افتاد. آره، من به حضور شما که بالاخره با هر بازیکنی که وارد باشگاه میشه یا قطعا پیشینی اون باشگاه رو مد نظرش هست و میدونه که باشگاه داره یه مکتبی هست، یه هویتی هست. جناب آقای خسروی، بالاخره شاهین بوشهر بدون تعارف جز تیم‌های بزرگ مردمی این کشور هست، بالاخره یه جایگاهی توی کشور داره به واسطه یه هویت خوبی که در بوشهر داره و متاسفانه بازیکنان ما حالا اصلا مهم نیست، غیر بومی بومیشون اصلا خیلی مهم نیست، مهم اینه که تعهد داشته باشن. آره، این تعهد همونطور که در دین در گردن باشگاه هست بر گردن بازیکن هم هست. حالا ما این انتظار رو نداشتیم و نداریم از بازیکنایی که شرایط باشگاه رو میدونن، شرایط و هویت باشگاه رو میدونن، بیان دست به این جور مسائل بزنن و ضمن این که حق هم بهشون میدیم که این حق همیشه دارن، ولی خب باید یه خورده سایه سرد بیشتری چیز میکردن، میذاشتن پای کار و حالا از مراجع قانونی پیگیر میشدن، میمادن صحبت میکردن، حالا به باشگاه مراجعه میکردن، نه این که بخوان خدای نکره دست به چنین کارهایی بزنن. حالا اگر باشگاهی بودن این کارو کردن باشون همچی برخوردی نشده. واقعیتش شاهین میدونه که شاید یه روزی از اصل بیفته، ولی خب قطعا از اصل خودش که نمیفته. آقای قنبری، من تکمیل کنم صحبتهای شما رو، عذرخواهی میکنم. با توجه به شرایطی که برای این باشگاه بود، یعنی شاهین تابان بوشهر رو دارم عرض میکنم که اسمش هم از همون دهه 40 باز ورداشین شاهین تابان بوشهر دارم. دقیقاً خواهش میکنم. اما قرار بود تا هفته سوم بخشی از مطالبات بچه‌ها پرداخت بشه، اما اومدن هفته هفتم دادن. ببین درست عرض میکنم یا نه آقای قنبری؟ بله درست. هفته هفتم هم این چکا پاس نشد، بازیکن تا دیدن پاس نشد چکو برگشت زدن و رفتن گفتن اون دو تا بازیکن، اون دو تا بازی که عرض کردم مقابل مثل نوین کرمان و آریو اسلام شهر بازی نکردن، ولی چند هفته بعدش باز چکشون پاس شد و شما با توجه به این اخلاقی که داشتن، این رفتاری که انجام دادن، گفتی آقا من نه تا بازیکن رو نمیخوام، بازیکنی که تعهد نداره به تیم نمیخوام. و یه سری هم حالا شایعات هست که تبانی و اینا، من میخوام از زبان خود شما بشنوم که چنین چیزی صحت داره یا نه. نه، نگاه کنید، خدای نکرده ما اصلا هیچ وقت به هیچ بازیکنی که بالاخره با شرف داره توی جامعه زندگی میکنه، داره دور از خانواده میاد، اصلا همچین نگاهی رو نداریم. خدایش، نه ما
و قطعا هیچ باشگاهی همچین نگاهی رو که قطعا به بازیکناش نمیکنه. ولی خب اون چیزی که شما فرمودین کاملا صحیحه و کاملا هم درست است. ولی خب نگاه کنید وقتی که یک بازیکن میاد طبق قانون که خودتون میدونید قانونا بازیکنی که تمرین رو ترک کرد و حالا من اسم اعتصاب و تبع چیزو شرط بندی اینا نه اصلا اسم اعتصاب و باند اینا رو نمیخوام بذارم چاشنی کار چون بالاخره تصمیم بوده گروهی گرفتن و همه چی هم مشخصه. ولی نگاه کنید وقتی که یه بازیکنی میاد ترک تمرین میکنه حالا درخواست میگه آقا من چک و فرم میزنم فرم زده فلان کرده نگاه کن از نظر قانون این فسق یک طرفه و غیر موجه میشه. شما خودتون هم استادید به قانون هم مسلط هستید. وقتی که فسق یک طرفه کردن اصطلاحا به حالا به نگاه خودشون و این حق رو به خودشون میدن اون حق هم حالا هم مربی تیم داره و هم باشگاه داره. وقتی اونا این حق رو به خودشون میدن قطع به یقین باشگاه به خودش این حق رو میده که آقا اگر بخواین برگردین حالا ما تصمیم میگیریم. حالا شما پولتون رو گرفتین مشکلتون هم حالا حل شده ببخشید حالا من تعریفی که ندارم شما خودتون فوتبالی هستید میدونید پرسپولیس استقلال تراکتور تیمایی که مردمی هستن هم گاهی وقتا دچار مشکل میشن. حالا بماند که امسال شاهین با چه وضعیتی در لیگ شرکت کرد. ما 5 تا رده نوجوانان جوانان آره دارم میبینم نوجوانان جوانان آیه قنبر زیاد نتیجه خوب نگرفتن. الان امیدوارم در قرار جدول با 4 امتیاز جوانان با همین صورت در قرار جدول با 4 امتیاز آره اونم دقیقاً من میونه کلامتون اونم به واسطه همین تغییر و تحولاتی بوده که از شهرداری به بخش خصوصی شده. چرا؟ چون تیم‌ها بسته شده بودن زمان نبود بازیکن‌های استانی ما رفته بودن همه توی لیگ‌های مختلف داشتن بازی می‌کردن و ما نتونستیم از مجموعه بازیکنایی که موجود در استانمون بود استفاده کنیم. مجبور شدیم با تیم تعدادی از بازیکن جوانانمون و امیدامون رو بیاریم توی بزرگامون. بندگان خدا اونا هم نتونستن درست نتیجه بگیرن. یعنی تصمیم این 9 نفر باعث شد که او تیمم آسیب ببینه. یعنی او تیم هم آسیب ببینه. 9 تا بازیکن تو کلیدی بودن دیگه. حالا من اسمشون رو میدونم ولی خب اسمشون وقتی که بازیکنی رو از بیرون از استان خودت جذب می‌کنی وقتی هزینه می‌ذاری بهش پرداخت می‌کنی انتظار هم هست که بیان حداقل بازیکن با کیفیت‌تری باشن دیگه. قطعا هم همینطور بود. تیمو شما نبسته بودین؟ چرا؟ ولی خب توی زمانی ما بستیم که دیگه موجودیت تیم دیگه همه بازیکن‌های خوبو گرفته بودن. آره دیگه. ولی خب نه همینا هم بالاخره بازیکن‌های خوب بودن. خوبی هستن بله. بحث اخلاقی و بحث چیز نیست. یه بحث اصول شخصی خودمه. اصلا من پایبند به این اصلم که آقا بازیکن اگر قراره بیاد باید بیاد آقا کار بکنه متعهد باشه به باشگاهش اون اسم اون باشگاه من یادم میاد آقای قمبری من عذرخواهی میکنم میون صحبت های شما من یادم میاد زمانی که حالا بالاخره همه عزیزان که پیرن تیم ملی فوتبال کشورمون رو پوشیدن آقا این پیرن مقدسه. حالا در باشگاه هم که باشی همینه این پیرنی که پوشیدی مقدسه و باید براش ارزش قائل بشی و بدونی که پیرن چه باشگاهی رو پوشیدی و داری بازی میکنی. دقیقاً منم با شما موافقم ضمن اینکه قطعا اون بازیکن‌ها حالا شاید اشتباه کردن من نمیخوام خیلی بهش دامن بزنم ولی خب من در اختیار باشگاه قرار گذاشتم و باور کنید نیروهای جوانان ما امیدای ما اینقدر بازیکن توانمندی هستن ولی خب به واسطه درگیری که در لیگ‌های جوانان امید دارن ما اجازه میدیم که این بازیکن‌ها برن بازیشون رو بکنن بعد پس فردا بیان برای ما بازی کنن. تیم امید ما میره اهواز بازی میکنه بعد ما یه 2-3 تاشو میاریم تو بزرگسالان 4-5 تا از جوانان میاریم 2-3 تا از امیدا میاریم. آقا داستان و... شهر خودرو نشه. شهر خودرو هم از این کارا میکرد. آقا بازیکن امید میآورد تو بزرگسالان آقای بعد روز قبلش جانم. ما پارسال هم شرایطمون عینه. اصلا من میگم جسارت نمیکنم به شهر خودرو و شهر عزیز مشهد اصلا ولی بلد. باور کنید پتانسیل بازیکن ما پارسال هم دقیقاً مشکلات شهر خودرو داشتیم ولی هیچ وقت نتایجمون مثل نتایج حالای بندگان خدا نبود. چرا؟ چون ما جوانان و امیدمون الحمدلله هم یه استعدادی پشت چاشنیشون هست یعنی این توانو دارن. نمیخوام بگم حالا مهد آقا اونجا بازیکنان بسیار بزرگی رو معرفی کرده. باور کنید ما دروازه‌بان نوجوانان الان داریم اینو حالا من دوست دارم بیان ببینید خدا رو شکر. بازی قبلی ما دروازه‌بانمون جوانان بود یعنی بازیکن 9 تا 10 تا بازیکن جوانان بازی می‌دادم. الان شما بیان دسته بکنید متوجه میشید. بله من نگاه میکنم کل لیگ 2 رو آره دارم. آقای قمبری من یه نکته بگم ضمن اینکه ما تایم نداریم می‌خوایم با هم به نتیجه گیری برسیم ها.
جان ما در خدمت شما هستیم. خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. میخوام به این موضوع برسیم. پس شما شرط بندی رو رد میکنین و فقط میگین که آقا موضوع این بوده که بازیکن‌ها پولشون رو نگرفتن، رضایت نداشتن. درست عرض میکنم یعنی؟ بله، من اصلا نمیدونم این کلمه‌ای که شما رو شرط بندی استفاده کردید از کجا اومده، چون خیلی از خبرگزاری بهش پرداخته بودن و حالا اگر خبرگزاری بوده شاید برداشتش از صحبت‌های ما این بوده، ولی من تنها صحبتی که با حالا دوستان همین تیم خودمون همین بازیکن‌ها صحبت کردم، من بهشون یک جمله به خودشون گفتم، من یک کلام به خودشون گفتم، گفتم که شما رفتاری که کردید، چون اومدم می‌خواستن دوباره برگردن، گفتم رفتاری که شما کردید بازیکن‌هایی که تو فاز تبانی و شهربندی هم هستن نمی‌کنن، یعنی شما برین به خودتون رجوع کنید. من اینو به خودشون گفتم، یعنی اصلا باز نکردم، نه خدای نکره مصاحبه کردم، نه بحثی کردم با کسی، فقط یه تصمیم گرفتم، گفتم آقا این بازیکنان اگر حقی هم داشتن، حالا حقشون هم اینجوری خواستن بگیرن، حالا دیگه من واقعیتش نمیتونم با این دست کار بکنم، من دیگه حالا کار ندارم، حالا فضایی وجود داره، توانی وجود داشته، هرچی وجود داشته، خودشون و خدای خودشون، ولی خدا میدونه. من همینجا هم دوباره ازشون تشکر میکنم، از خانواده‌شون، از زندگیشون گذاشتن اومدن اینجا، امیدوارم که یه بستری هم بشه که بتونن بیان حالا توی فوتبال بوشهر مجدد فعالیت بکنن، ما خدمتشون هستیم، ولی که بخوان حالا با این شرایط با این تشکیلات بیان دوباره ورود بکنن، من واقعیتش مگر که خودم حضور نداشته باشم. بخشیدیشون آقای قنبری یا نه؟ من که از همون روز اول بخشیدم، حلال کردم. درسته، خدا خیرتون بده، انشالله این نقطه بازیکن باز دوباره اضافه بشن به این تیم بسیار خوب و ریشه دار فوتبال کشورمون شاهین بوشهر، که روزگار بسیار خوبی در لیگ برتر داشت و آرزوی موفقیت داریم برای شما در بازی که امروز دارین. من زیاد مصدق اوقات شما نمیشم، چون میدونم میخوای بری تو رختکن و ارنج کنی و با بازیکن صحبت کنی. آره ارنج گفتیم، جلسه فنی مون برگزار شد، ولی خب اینکه شما میگین بخشیدن، من فقط در وجدان خودم بخشیدن و حلال کردن، اینکه برگردن و دیگه خیلی اصولم اجازه نمیده. ببخشید. درسته، زنده باشین انشاءالله. بر شما آرزوی بهترین ها رو داریم و باشگاه خوب شاهین تابان بوشهر. از محبتتون خواهش میکنم، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم. امیدواریم که شاید چنین اتفاقاتی نباشیم در هیچ لیگی، نه لیگ دو، لیگ سه و لیگ یک و لیگ برتر، و امیدواریم که کمیته اخلاق هم ورود پیدا کنه. حالا آقای قنبری فرمودن که آقا این شرایطی که بوده به خاطر مطالباتشون بوده نقطه بازیکن، و ما گفتیم اینا رو نمیخوام، اما ما حواسمون هست، یعنی باور بفرمایید حتی لیگ سه ما رصد میکنیم، حتی لیگ نونهالان، نوجوانان، جوانان، بازی که داره برگزار میشه و به موقع و به زنگا به این بازی ها میپردازیم، و یعنی میخوام بگم که از چشم دوربین فوتبال یک به هیچ وجه پوشیده نیست این اتفاقاتی که داره میفته، و ما قطعا بهش رسیدگی خواهیم کرد، هر گونه که اتفاقی بیفته، هر گونه حاشیه‌ای که باشه در تمام لیگ ها. و خب حالا خدمت دوستان عرض کردم که ما یعنی حواسمون به همه چی هست. بریم سراغ خلاصه بازی استقلال خوزستان و خوش طلایی، که بازی 2-3 به سود استقلال خوزستان شد. استقلال خوزستانی که پشت سر هم تساوی میگرفت و آقای پور موسوی خیلی ناراحت بود از این اتفاق و میگفت آقا به موقع و به وقتش تیم برمیگرده و احیا میشه، و موقعیت‌های بسیار زیادی هم استقلال خوزستان میشه گفت اون شرایطی که بود ایجاد کردن، و خوش طلایی ساوم حالا یه سری گلایه داشتن که روی کاظمی آقا پنالتی شده یا نشده، که در مبحث داوری هم به این بازی می‌پرسیم. بریم خلاصه بازی استقلال خوزستان و خوش طلایی رو ببینیم، برمیگردیم. جا ورزشگاه قدیر اهواز، امروز استقلال خوزستان در 16مین هفته از رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال باشگاه کشور از خوشه طلایی ساوه میزبانی می‌کند. به امید خدا برد میاریم ان شاء الله. بازی هم ان شاء الله 2-0 به نفع استقلال میشه. مدافع استقلال حالا در رفت و برگشت سمت چپ، حرکت بازیکنان خوشه طلایی، یه ارسال بلند توسط فازلیو، توپی که اونجا یک لحظه دستان پورحمیدی رها شد و توپ رو در نهایت مال خود کرد حسن پورحمیدی، بازیکن فصل گذشته قشقای شیراز. یه پرتو بلند در محوطه جریمه و دستان رستین خلقانی در ادامه، توپی که تبدیل به گل نشد و باز هم کورل به سود آبی پوشان استقلال خوزستان. استقلال خوزستان
تاکنون در خانه موفق به شکست خوشی طلای ساوه نشده و دو تساوی حاصل تلاش این دو تیم در اهواز بوده. فرصت برای استقلال و ایمان رازدانی، یه پاس کوتاه رو به عقب، نبیزاده سان روی دروازه، توی دروازه، چه بازیکن گل میزنه، مدافع پیشتاخته استقلال خودستان ابوالفضل علایی و حساب کار رو یک فرصت میکنه به سود آبی پوشان استقلال خودستان. میتونه زده حمله شک بگیره در سمت چپ، افشون میری در محوطه جریمه، یه برخورد اعلام ضربه پنالتی به سود استقلال خوزستان. حرکت وزیر فنا حرکت میکنه، خود علی میزنه ضربه شد و میگیره سنگربان خوش طلای ساوه. خود علی، افشون، یه موقعیت، گل دوم، بله، توی دروازه، چه گلی زد اونجا. ایمان رازانی و حساب کار رو به سود تیمش دو بر صفر کنه. استقلال خوزستان دو، خوش طلای ساوه. حرکت فاضلی ساندروی دروازه به سمت چارچوب، عکس‌العمل عالی است حسن پورحمید. پشت منطقه جریمه یه موقعیت، فرصت برای خوش طلای ساوه و ضربه‌ای که نهایتاً در اختیار پورحمیدی آرام گرفت. امانی ساندروی دروازه، فرصت برای گل سوم استقلال که شک نگرفت. خدا رو شکر میکنیم، بازی خیلی سختی بود با توجه به اینکه ما 5 روز از شرط مسابقه خارج شده بودیم، اما روزای خیلی سختی پشت سر گذاشتیم، تمرینات منظمی برگزار کردیم. فکر میکنم از 6 بود ما روزی 2 جلسه تمرین میکردیم. با توجه به امتیازاتی که علی رغم شایستگی تیممون تو این فصل اول از دست داده بودیم، تلاشمون بود که بتونیم با یه برد بازی شروع بکنیم و ادامه بدیم مسابقات در نیم فصل دومه. ببین واقعا ما خودمون از نتایجمون ناراحتیم. اگر بخوایم بگیم که نتایجمون خوب بوده، نه، واقعا نمیتونیم همچین حرفی بزنیم، چون حداقل احساسمونه که تواناییمون بیشتر از این چیز است. فکر میکنم یه داوری بی‌نقص داشت، قضاوت خیلی خوبی داشت، نزدیک صحنه بود. به هر حال مشخصه داوری که از آمادگی جسمانی برخوردار باشه نزدیک صحنه خیلی حالا اعتراضات بود از سمت تیم حریف، اما خب چون داور نزدیک صحنه است ما حق میدیم به داور، قضاوت خوبی داشت. برای این بازی هم با هم دیدیم استقلال خوزستان با توجه بردی که به دست آورد در جایگاه 7 جدول و 21 امتیاز شد. خوش طلایی هم در جایگاه 10 جدول و 18 امتیاز باقی موند و عرض کردم این تعطیلات جام جهانی خیلی تونست کمک کنه به استقلال خوزستان و شرایطی که برای این تیم حکم فرما بود. آیه پور موسوی هم اشاره کردن که با توجه به روندی که داشتن و تساویای پشت سر همی که برای این تیم داشت تکرار می‌شد و خیلی متضرر شده بودن این باشگاه، چون خیلی از حالا کارشناسا میگفتن آقا این تیم میلیاردی بسته شده، هزینه های زیادی برای این تیم صورت گرفته و باید نتیجه بسیار خوبی هم داشته باشه. حالا دوستان قبلا ما در هفته گذشته یا آیتم نشون دادیم در مورد استقلال خوزستان و هواداران پرشوری که داشتن و دوست داشتن که به جایگاه اصلی خودش برگرده، تیمی که در لیگ 15 ما قهرمان لیگ برتر شد. همین ابوالفرز علایی که گل زد در اون مسابقات هم حضور داشت، گل اولی که سان شد و ابوالفرز علایی با سر توپ رو وارد دروازه خوش طلایی ساوه کرد، در همون لیگ قهرمان شد، یعنی لیگ 15 در اون تیم، یعنی تیم استقلال خوزستان حضور داشت. و خب شرایطی که برای این تیم حکم فرما بود و اومدن، تعطیلات جام جهانی که عرض کردم تاثیرگذار بود برای این تیم، تمریناتی که پشت سر هم برگزار کردن و دیدیم که نتیجه‌اش هم گرفتن. اگه موافق باشید با هم بریم خلاصه بازی چوکای تالش و خلیج فارس رو ببینیم، دو تا تیمی که در قعر جدول قرار دارن و این تساوی به درد هیچ کدوم از تیم‌ها نخورد و یک پنالتی گل نشده هم این بازی داشت که رضا کرم‌الله چپ با درخشش بسیار خوب دروازه‌بان خلیج فارس بندر ماشر این پنالتی رو از دست داد. ضربه کورنر برای بازیکنان چوکای تالش، ارسال توپ درون محوطه جریمه روی نقطه پنالتی، یه ضربه سر، توپ از کنار دروازه به بیرون میره، معتقدن که پنالتی شده، داور مسابقه اعلام خطای پنالتی میکنه، بازیکنان خلیج فارس ماشر معترض هستند به قاضی میدان، اما تصمیم جدی است و اعلام شده که باید سبسوشان با رضا کرم‌الله چپ این ضربه پنالتی رو بزنن. ضربه‌ش رو میزنه، دروازه‌بان میگیره، عالی گرفت توپو، به سمت راست شیرجه زد اما توپو در وسط دروازه با پا گرفت. کار ترکیبی در میانه میدان،
یه توپ ربایی عالی، موقعیت خوب برای تیم فوتبال چوکا. رضا کربلا چپ میره برای جبران پنالتی که از دست داد، یه پاس به بیرون، موقعیت ادامه داره. اکسلام علالی دروازه‌بان، توپ برگشتی پشت محوطه جریمه به توپ بسته دروازه خلیج فارس رو. ارسال قطری در محوطه جریمه، رضا کربلا چپ در مطرح حرکات هجومی تیمش قرار داره. کربلا شب کار ترکیبی در بین بازیکنان تیم فوتبال چوکای تالش، پشت محوطه جریمه، یه شوت به سمت چارچوب از بالای دروازه به بیرون رفت. مالکیت برای سبزپوشان، در قلعه عقاب‌ها نمیخوان که سه امتیاز بازی رو از دست بدن. کربلا شب روی پای چپ ضربه‌شو میزنه، عکس‌العمل عالی دروازه‌بان روی ریباند. چه موقعیت‌هایی داره از دست میره برای میزبان. قرمز پوشان خلیج فارس ماهشهر توپ رو فرستادن در اون محوطه جریمه، موقعیت برای زدن گل حتی دارند اما توپ از دست میره روی ریباند. موقعیت برگشتی هم به اوت میره. تعویض منطقه بازی به سمت چپ، مدافع چپ پیش میکشه، ارسال مواش در اون محوطه جریمه، یه ضربه سر و شیرجه بلند دروازه‌بان که آفساید هم بود البته قبلش. پاس قطری، تعویض منطقه بازی به جناح راست، حالا موقعیت خوبی هم دارن برای شوت زنی در اون محوطه جریمه. عجب موقعیتی از دست رفت. بله این بازی هم سف سف شد، همونطور که عرض کردم به درد هیچ کدوم از تیم‌ها نمیخورد و جایگاه هیچ کدوم از تیم‌ها تغییر نکرد. اسخر رسول زادم خب سرمربی چوکای تاله شد، دو هفته است که روی نیمکت این تیم میشینه و هیچ تیمی تا الان نبوده که در حالا لیگ آزادگان امسال دارم عرض میکنم 4 تا مربی عوض کنه. حسن اشعری اومد رفت، محمد نصرتی اضافه شد، باز دوباره حسن اشعری اومد، باز آقای رسولزاده اومد و این اتفاقات بسیار خوبی نیست که داریم میبینیم. خیلی از این اتفاقات باعث میشه که اصلا این تیم بره کلا برای خودش، مثل همون اتفاقی که برای تیم خدمت شما عرض کنم ماهشهر افتاد، شهرداری ماهشهر، و دیدیم که قبل از اینکه اصلا لیگ تموم شه دیگه یکو دارم عرض میکنم چندین مربی عوض کردن و تیم رفت برای خودش و این اتفاقات هم امکان داره برای تیم چوکای تالش بیفته. چوکای تالش که بیش از 1000 تا هوادار در ورشگاه یا قلعه عقاب ها حضور داشتن و این تیم رو تشویق میکردن. خلیج فارس ماشر هم تنها بردی که داشته هفته 13 بود مقابل استقلال خوزستان که عباس کندل عرض کردن در دقیقه 86 موفق شد دروازه این تیم رو باز کنه، یعنی استقلال خوزستان. و چوکای تالش هم کلا امتیازاتی گرفته، کلا از تساوی بود، اصلا یه دونه بردم نداره. بریم سراغ خلاصه بازی مثل شهر بابک و رایکا که این بازی 0-0 شد. درست 0-0 شد ولی یک بازی گرم 0-0 بود. ارجمندیان، حمدالله عبدان به خوبی توپ رو در آورد از سمت راست و انتقال دادن به سمت چپ، اونجا ضربه‌اش رو میزنه و توپی که وای با اختلافی نه چندان زیاد از کنار دروازه رای اوت شد. پیمان نامور، جواد پورعوض میتونه توپ رو سانت کنه روی دروازه، حالا این کار رو انجام میده اما کسی نیست استفاده کنه از این موقعیت. علیرضا ارجمندیان پشت توپ قرار گرفته، تمام بلندقامتان مثل شهروک جلو کشیدن، دست چپ خودش رو بالا میاره، خود ارجمندیان توپ رو کوتاه ضربش رو میزنه و توپی که عالی گرفت وحید اصغرزاده، حالا توپ رو میگیرن، حمدالله عبدان میتونه خودش ضربش رو بزنه و توپش رای کورنر میشه. ضربه سر رو میزنن و باز هم وحید اصغرزاده، چه سر خوبی زد محمد آشتیانی. نبیزاده بازم خود خشتان توپ رو سان میکنه روی دروازه، سانت خیلی خوب. ارجمندیان به خوبی توپ رو کنترل میکنه، میتونه رو عقب پاس بده به پیمان نامور اما ترجیح میده امیر محمد پناهی رو صاحب توپ کنه، توپ رو سان میکنه روی دروازه و باز هم توپی که با اختلافی نه چندان زیاد از کنار دروازه رای اوت میشه. وا چه موقعیتی داشت اونجا مرداد حیدری، حالا خود ارجمندیان توپ رو سانت میکنه روی دروازه، سانت خیلی خوب. میتونه از این فرصت استفاده کنن بازیکنان. اوه چه موقعیت
خوبی داشتن و مسلم حقشناس توپ رو یه کورنر میکنه. بله این بازی هم با هم دیدیم، عرض کردم که حالا شاگردان آقای رضایی در مثل شهر بابک، البته زنم بگم و سخت آن رو زمینه حالا چمن مصنوعی بازی کردن، تیم ها دارن در حالا چمن طبیعی تمرین میکنن و حالا یه دفعه میان رو مصنوعی، شاید براشون سخت میشه، ولی خب تو زمستون بیشتر بازی میره چمن مصنوعی به خاطر شرایط مطلوب زمین ها. بعد شما حالا اونایی که فوتبال بازی کردن میدونن قطعا چمن مصنوعی خیلی خوب میشه بازی رو زمین رو انجام دادن، کلا پاسکاری های روی زمین و بازی روی زمین یعنی بزن زیرش دیگه نیست و این کمک میکنه به کیفیت بازی و برای همین بود یکی از بازی های گرم بدون گل بود، به خاطر اینکه چرا میگم گرم، به خاطر اینکه موقعیت های زیادی هم داشتن هر دو تا تیم. مثل شهر بابک تنها باختش، اگر اون باختم نداشت در هفته دوم مقابل پارس جنوبی جم که امید پورغنبری گل زد و میلاد غریبی برای پارس جنوبی جم، سامان مهرابی هم در دقیقه 18 برای خود مثل شهر بابک گل زد اما نتونستن دفاع کنن از اون یه گلی که داشتن و محافظت کنن و این اتفاق هم افتاد که تنها باختشون بود. اگه اون باختم نداشتن در هفته دوم مقابل پارس جنوبی جم میمدن در کنار خیبر خرم‌آبادی که بدون باخته و الان قرار بازیشو پخش کنیم و در کنار خیبر خرم‌آباد تا الان قرار می‌گرفتن. بریم سراغ بازی خیبر خرم‌آباد که یک بازی بسیار خوب بود مقابل شهرداری آستارا، بازی که 0-0 شد. این 0-0 هم به درد هیچ کدوم از تیم‌ها نخورد چون بازی هفته گذشته هر دو تا تیم به تساوی کشیده شده بود. در ورزشگاه تختی شهر خرم‌آباد هستیم و تا دقایق دیگه خیبر خرم‌آباد به مساف شهرداری آستارا میره. ما همیشه پشتیبان تیم خیبر خرم‌آباد بودیم، الان سال خوبی داریم، خیلی هم خوشحالیم از حضور تماشاگران. انشالله نتیجه زحمات برای بچه تیم میگیرن و هوادارم تا آخر پشتشون هست. موقعیت از سمت راست برای بازیکنان خیبر خرم‌آباد، ضربه سرزده میشه، دروازه‌بان روی خط دروازه توپ رو برمیگردونه، از خط عبور کرده یا خیر اما قبل از هر اتفاقی پرچم کمک بالاست و آفساید گرفته. به نظر توپ از خط عبور کرده بود ولی قبلش پرچم کمک داور بالا بود. دفع توپ از مدافعین، یه اثرگذاری از بازیکنان تیم فوتبال شهرداری آستارا درون محوطه جریمه، از دروازه‌بان عبور کرده اما یه تیکه رفت به بیرون. یه دفعه تو باز مدافعین در نیمه دوم میتونن فرصت رو هم ایجاد بکنن، بازیکنان تیم میهمانی ضربه سر از کنار دروازه و تیرک عمودی به بیرون رفت. چقدر بدشانس بودن بازیکنان شهرداری آستارا در اون محوطه جریمه. موقعیت بهتر این بار اما از تو شیش قدم تو بزنن بیرون، باد آورده رو به دست باد سپردن. این بار هم موقعیت از سمت راست ارسال میشه به تیر دو. آشفتگی در خط دفاعی خیبر به وضوح دیده میشه. موقعیت برای بازیکنان خیبر، یه شوت از راه دور، موشک در جواب موشک، این بار روی تیرک دروازه به بیرون رفت. نظر من یه بازی عالی از جانب تیم ما انجام شد واقعا، بچه‌هامو ممنونم. علی‌رغم همه مشکلاتی که دارم و ما با سخت‌ترین شرایط داریم میایم تو بازی‌ها شرکت می‌کنیم، به نظر من غیرت به خرج دادن و یه فوتبال فنی بازی کردن. با احترام به تیم خوب خیبر، به نظر من دوستانی که حالا توی بهبویه بازی شاید حواسشون به بازی نبوده، فیلم بازی یه بار دیگه ببینن تا ببینن که واقعا کدوم تیم فنی تر بود و بهتر بازی کرد. ما یه تیمی هستیم شاید امکاناتمون یک صدام تیم خیبر باشه ولی ما بلدیم فوتبال بازی کنیم، رو پاهمون وایسیم، اتحاد داریم، با هم رفیقیم و مطمئن باشی تو نیم فصل دوم اگه شرایط این تیم درست بشه خیلی حرفا برای گفتن. یه سری اتفاقات هم بود در همین بازی، یعنی بازی خیبر و شهرداری آستارا، یه سری درگیری هم بود، ما حواسمون هست به این درگیری ها. میخوام بگم که یعنی ما در جریان ریز این مسابقات هستیم و اتفاقاتی که داره برای تک تک بازی ها میفته، درگیری که بین حالا پیروز قربانی و دیگر عزیزان در کادر فنی خیبر خرم‌آباد بود که واقعا در شأن فوتبال ما نیست، متاسفانه داره این درگیری ها زیاد میشه
خب ما این اصطلاح داریم که آقا مربی لب خطه. یعنی چی؟ یعنی آقا زیاد داد و بیداد میکنه، مربی که لب خط داره. اصطلاح فوتبالیه که آقا میتونه بازی رو دراره، اتفاقات دیگه بیفته، روی داور تاثیرگذار باشه. اما خب یه جایی هم خدا نکرده به جایی کشیده میشه که واقعا از میگم زیبنده فوتبال کشورمون نیست و امیدواریم که نباشه. هم آقای پیروز قربانی از بازیکنان بسیار خوب فوتبال کشورمون هست، آقای فراز کمالوند و دیگر عزیزانی که در هر دو تا تیم حالا در کادر فنی هستن، امیدواریم که شاید چنین اتفاقاتی در فوتبال کشورمون نباشه. متاسفانه ما حتی در لیگ بانوان هم این اتفاق افتاد در هفته نهم، بازی که بین سپاهان و ملوان بود، درگیری که بین دو تا تیم در لیگ برتر بانوان جام کوثر بود، این اتفاق هم داره میفته. امیدواریم که دیگه نبینیم از این موضوعات در هیچ تیم باشگاهی، چه بانوان، چه لیگ 3، لیگ 2 و لیگ آزادگان و لیگ برتر، که دیگه هیچی دیگه نگم در موردش. گلای برتر هفته 15 و 16 رو با هم ببینیم. بعد از اینکه گل‌ها رو با هم دیدیم، همراه میشیم با همکارم در پخش با تقدیم چند پیام بازرگانی. مجددا برمیگردیم و میریم سراغ مباحث داوری. بفرمایید. جناب خسروی عزیز و همه عوامل برنامه شما و مردم خوب ایران، انشالله که هر جا هستن سالم و سلامت باشن. زنده باشید. ما با این فنایی صحبت می‌کردیم، قرار های فنایی در مورد جام جهانی هم صحبت کنیم که ما پشت سر گذاشتیم و اون مباحث داوری. بله. ببینید، به هر حال ما باید ببینیم بازخورد جام جهانی برای فوتبال ما چه ارمغانی رو آورد. ببینید، به هر حال کیفیت فوتبال جام جهانی قطر، من خودم حالا اونجا هم بودم، این است که ما خیلی از مسائل اخلاقی رو اونجا درک کردیم، حس کردیم. آیا این موارد رو ما میتونیم پیاده بکنیم در فوتبال ما؟ به نظر من شرایط خیلی سخته. شما ببینید، تیم ما با ولز بازی کرد، برد. من یادمه تو استادیوم بودم، رفت به طرف طرفداران ولز، همه براشون دست دادن، تشویقش میکردن. یا وقتی که تیم مثلا فرانسه باخت، سرمربیش رفت با همه تقدیر کرد و تبریک بهشون گفت. ببینید، این دنیای فوتبال دنیای قشنگیه، دنیای لذت بخشی باید باشه. همه چیز ما نباید مثلا فقط پول باشه، فقط این باشه که ما نتیجه بگیریم. ما اخلاقا و شخصیت‌های فوتبال رو خیلی در موردش میتونیم صحبت بکنیم. ما امروز فوتبالمون مخاطبین جوان داره، نوجوان داره، در خونه هاشون نشستن، فقط فوتبال رو نمیبینن، اخلاق بازیکن رو میبینن، برخورد بازیکن رو میبینن، برخورد کادرهای فنی رو در میبینن. ما نباید داورانمون باعث بشه که بیش از حد کارت ها رو هزینه دو تا نیمکت بکنه. اینا رو یاد بگیریم. تو جام جهانی اتفاقات خوبی که میشد ازش الگو برداری کرد داشتیم. شما ببینید، در همین فینال یه داور لهستانی بود که خب شاید خودش، من وقتی خوندم یاد
چند سال 28 سال خودم افتادم. میگو وقتی به ما گفتن شما داور فینالید، من و دوتا کمکام بغل هم کردیم، اشک ریختیم از خوشحالی از شادی. برای من همین اتفاقات افتاد، چون فینال جام جهانی کار کوچیکی نیست، یک کار بسیار ارزنده ایه. به هر حال همه تلاش میکنن داورا که بهترین باشن به اون مرحله برسن. من بازم امیدوارم، از رسانه شما میگم و از شما تقاضا میکنم که همون که دارید انجام میدید، مسئله اخلاق تو فوتبال ما رواج بدید. ما بد اخلاقی هیچ جا بهش نمره خوب نمیدن، بنابراین سعی بکنیم برخوردامون شخصیتی باشه، اجتماعی باشه، با هم دیگه خوب باشیم، به داورامون نتازیم، توهین نکنیم، فحاشی نکنیم، حمله نکنیم، ناهنجاری در استادیوم ما نباشه. من فکر میکنم این بازخوردی که میتونه جام جهانی برای فوتبال ما باشه بیشتر این هست که امیدوارم فدراسیون‌های عزیزمون، مسئولین کمیته انضباطی قضایی سعی بکنن که کسانی که واقعا تو مسیر غلط دارن میرن اینا رو هدایت بکنن انشالله. که ما بتونیم یه فوتبال خوبی رو داشته باشیم انشالله. ممنون از شما فنای توضیحات کاملی که داشتین. خب شما خودتون سابقه قضاوت در جام جهانی 1994 آمریکا هم داشتین و اون اتفاقاتی که افتاد، زمان نیست که من زیاد در موردش بخوام صحبت کنم، و داور بسیار خوب مجارستانی در کنار شما بود، خدا رحمتش کنه، و هیچ وقت ما فراموش نمی‌کنیم اون بازی‌ها و اون اتفاقاتی که افتاد. آقای ساندرو پول که در حد آره برای مقدماتی جام جهانی ما 98 بازی با استرالیا هم سود زدن. آرزو موفقیت داریم برای شما. استقلال هم اومد قضاوت لیگ 40 بود اگه یادتون بیاد، بازی که استقلال هم موفق شد. اطلاعات شما خیلی خوبه، من استفاده می‌کنم. نه خواهش می‌کنم، بریم سراغ داوری ونپارس اصفهان و استقلال مولاستانی. آقای علیرضا حیدرپناه، حامد صفایی، صادق رستمی و ایمان احمدی کوبل داوری هستن. بازی رو با هم ببینیم. داوری که متولد سال 64 هست از استان فارس. آقای حیدرپناه رو عرض می‌کنم. آقای فنی خیلی خوبه، 64 جوان دیگه. این گل آفساید، ببینین آفساید بود یا نه. رضا رضایی فکر کنم سر میزنه دیگه اینجا سانچو. کاملا ببینید زلنده و گیرنده در واقع مشخصن تو این فیلم دوربین و کاملا مشخصه. ببینید اصلا خود اگه خود مهاجم بخواد اعتراضم کنه بیمارده، مشخصه کاملا معلومه. بله کاملا کمک داور به درستی تصمیم داره. این صحنه رو با هم ببینیم. سانت خب اینجا توپ رو ببینیم. اعتقاد داشتن که توپ به دست بازیکن خورده، خورده یا نخورده. امین هاشمی فرد بود که ببینین، امین هاشمی فرد بازیکن آبیه، اینجا زد توپ به دست بازیکن ونپارس خورد یا نه. محمد رضا شیرزادی ببین توپ به دستش خورد یا نه. دستش خورد، بله این حتما هنده، حتما پنالتی است. ببینید برای اینکه دستش مانه است و بازم حجم بدن رو زیاد میکنه. دست چرا بالا میره؟ دست بالا میره برای اینکه جلوگیری از یه گل کنه دیگه. و یک پنالتی نگرفته اینجا برای استقلال مولاستانی و شاید این پنالتی رو میگرفت کامل اصلا اتفاقات دیگه ای رقم میخورد. بریم خلاص سراغ داوری استقلال خوزستان و خوش طلایی حسابه که اینم حواشی کم نداشت. آقای فنایی، میثم عباسپور، امید افخمی، مسعود مرادی و حجت قفا. نه آقای مسعود مرادی همون مسعود مرادی بزرگ نیست. بله بله، میثم عباسپور هم از داوران خوب ما هستن. صحنه رو با هم ببینیم. اهل گیلان غرب هستی آقای عباسپور، داوران جوان و آینده دار. اینجا پنالتی بود یا نه؟ صحنه نشون میده که مدافعین هیچ اعتراضی نمی‌کنن، یعنی قابل قبول. توپ رد میشه، پا رو میزنه. بنابراین اینجا وقتی که این اتفاق میفته داور هم کاملا مسلطه و خود بازیکن‌ها یاد گرفتن دیگه وقتی خطا میکنن خوشتکر رو بزنن نکنن. کاملا امید افشون بود، این خطا امید افشون بود بازیکن استقلال خوزستان. اینجا خطا روی کاظمی بود یا نه؟ بازیکن خوشه طلایی رو دارم عرض میکنم، بازیکن زرد، خطا بود روش یا نه؟ چون اعلام پنالتی نکرد. خوبم است داور نزدیک. آره نزدیک به صحنه. به نظرم یه توپ رو میزنه. حالا تصویر خیلی واضح نیست. چون داور اونجا در واقع تصمیم مطلق رو میگیره. به نظرم میاد ببینید مدافع توپ رو میزنه. توپ رو که میزنه دیگه نمیتونه خطایی باشه. درسته. کاملا درست. پس درست بوده. این صحنه رو ببینید. این پاسایی که میدن تو اصطلاح فوتبالی میشه نقاط کور زمین دیگه. بله. پاسا رو میندازن نقاط کور زمین و یه بازیکنی که عمل شبیه سازی کرده کارت زرد هم گرفت. ببینید رفتار داور خوب نیست،
بلند شو این کاملا مشخصه. این چقدر داور بازه مشخص و جاگیریش هم خوبه ها. بله کاملا. حالا رفتار داور باید خیلی محترمانه‌تر از این باشه و در واقع دستور بلند شدن اینا نداره. اگر بلند بایسته به هر حال بلند میشه، زمانم که داره میتونه بعدن بهش کارت زرد، یعنی بازیکن خوش طلایی بازیکن زرد رو عرض میکنم. بزرگ نمایی کرده بله 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 همون سیمولیشن. آره من دیگه سراغ فارسیشو گفتم که آقا فارسی رو پاس بده. بله بریم سراغ آقای ترابیان عزیز جام سرنگ دیگه. بله از داوران خوب و با تجربه هم حسین حکیم با شخصیت هستن و در ارتشای جهان هم قضاوت کردن چقدر قضاوت خوبی داشتن. این صحنه پنالتی بود یا نه؟ تو به دست بازیکن شمس آذر خورد یا نه؟ بازی آرمان گوهر و شمس آذره داوریش. بله. به برفی اومد آقا. اینجا تو به دست بازیکن تصویرو الان اینجا. ببینید این با اون فرق میکنه. این دست در امتداد بدن نگاه بکنید کاملا در امتداد بدن با اون یکی که دست برد بالا فرق میکنه. اینجا بازم تصمیم بسیار عالی رو گرفته. این صحنه رو ببینیم با هم. تو به دست بازیکن خورد یا نه آرمان گوهر؟ الان نشون میده. فکر کنم رحمان بود ضربه سر رو زد. یادم اینجاست که در این بار اینجا رو ببینیم. آه. تو به دست بازیکن قرمز خورد یا نه؟ ضربه سری که زد. بازم همونه. ببینید. در امتداد. میخوره تقریبا به بالای آرنج و این اصلا هند محسوب نمیشه در قانون جدید. جاگیری آقای ترابیان رو داشته باشین. کاملا عالی داره. ببینید چقدر جاگیریش خوبه. عالی. کاملا مشرف به بازی. به هر حال این خیلی ارزشمنده. قوی دل توپ از دستش رها شد. رحمان جعفری اومد بگیره. خطا شد. اگر هم خطا شد کارت زرد باید بده. کارت زرد رو نداد. کارت نداد اصلا. ببینید تا زمانی که توپ در کنترل دروازه‌بانه کسی نمیتونه بره و خراب به حساب اونو روش کار بکنه. ولی وقتی اومد بیرون دیگه از دلیل به دلیل اینکه نتونست خوب توپو کنترل بکنه اینجا دیگه در واقع خطا میکنه و خطاش هم یک کارت زرد داره. کارت بهش نداد اینجا. نه باید میداد حتما. خب این صحنه رو با هم ببینیم. رفتن و یکسان آیا پنالتی بود یا نبود؟ چون پنالتی رو اعلام کرد آیا ترابیان نزدیک به صحنه هم بود. از دید شما فکر کنم خطا روی وحید نعمتی بود دیگه. ماشاءالله منم میشناسید. نه خواهش میکنم. بلند شد رو وحید نعمتی بود. بله ببینید بازیکن قرمز اصلا برای مبارزه با توپ نیست. نگاه کنید میره بازیکن رو منحرف میکنه. در واقع او رو از مسیر گرفتن توپ خراب میکنه و یک پنالتیه. بسیارم عالی تصمیمش تا اینجا هم خیلی خوب بوده. نگاه کنید کاملا داور لیگ برتریونه دیگه. بله کاملا خونسرد خوب بله. و کاملا چقدر تجربه میتونه کمک کنه نزدیک به صحنه ها یا های ترابیان دیگه از داوران خوب ما هستن. این صحنه رو با هم ببینیم. به موقع هم وارد میشه بین دو بازیکن قبل از اینکه اتفاقاتی بیافته. خب. اینجا کمک داورم حقه که بیاد جلو کمک بکنه و حتی این یک کمک داورم داره میاد. حالا این خیلی دیگه نیاز هر دو تاشون هم اخراج کرد ها. بله. هم مهدی محمدی رو اخراج کرد هم بلال میرزعلی رو. هر دو تا اخراج رو میبینیم که ولکن هم نیستن دیگه. اخراج کرد آقای ترابیان. قطعاً بهترین تصمیم رو فکر کنم گرفته باشن ها آقای فنایی چون نزدیک به صحنه بودن و اینجا رو ببینیم با هم نگاه کنیم آه. این از اون سرای زیدانی زد. آره دیگه ببینید کارت قرمز که قرمز اون یکی هم اومد از اون بر هل داد گردنشو گرفت هر دوتاشون اخراج کرد. بله ببینید هیچ کسی حق دخالت نداره. اون داوره که باید تصمیم بگیره. داور با کارتای زرد و قرمزش میتونه تصمیم بگیره گزارش بکنه ولی هیچ بازیکن دیگه حق این که بیاد اونو تنبیه بکنه نداره. بله. و کار خوبه کمک کسی چقدر سریع خودش رو رسون به صحنه و کمک های ترابیان بود. اینا خیلی تاثیرگذاری خود شما استاد هستین. داوری چوکای تالش خلیج فارس رو با هم ببینیم. بازی که 0-0 شد. کیوان علی محمدی، مهدی سیفی، علی رایت، امیر معصومی فر کوبل داوری این بازی هستن. آیه علی محمدی که اهل گلستان هست از داوران گلستانی ما. اینجا
معتقد بودن که توپ به دست بازیکن خلیج فارس بندر ماشر خورده و ظاهرا پنالتی هم اعلام کردن. میثم فردوسی بود که بلند شد سر زد. بله. و توپ به دست مدافع خلیج فارس بندر ماشر خورد. ببینیم. دوستان پنالتی هم گرفت ها. ولی خب صحنه رو باز دوستان نشون میدن های فنه. ببینید اینجا بلند شد میثم فردوسی سر زد دستو ببینید. ببینید این دست بی جهت بالا میره. یعنی درست بوده؟ دقیقاً. دقیقاً. شاهین ملکی بود دیگه. دست شاهین ملکی بلند شد. بازیکن قرمز عرض میکنم. اونجا میثم سر رو زد این دستو ببینید. کاملاً واضح و باز شده دستش. و اعلام پنالتی به درستی بوده از داور گلستانی ما آقای محمد. اینجا هم باز رضا کلم‌الچپ اعتقاد داشت که تو پنالتی شده. تو به دست بازیکن خورده و پنالتی بعد اعلام می‌کرد داور. ببینیم اینجا رو می توپ به صورت خورد. درسته؟ صورتش خورد. کاملا مشخصه. بله. عرفان توماج. صورت آهسته که شما می‌ذارید اصلا اعتراض بی‌مورده دیگه. ما این چیزا رو می‌خواستیم تو جام جهانی یاد بگیریم که مرتب اعتراض نکنیم. این صحنه چی؟ پنالتی بود یا نبود؟ اعتقاد داشتن که پنالتی بوده روی بازیکن چوکای تالش. ببینیم صحنه رو با هم. فکر کنم بود حمید خدابندلو بود. انقدر تصاویر رو بد میگیرن آقای فنایی. میدونی؟ فکر کنم حمید خدابندلو باشه. احتمال زیاد بازیکن چوکا رو عرضه کنم سبز. توپ در بالای سر جفتشونه. اونم میخواد بزنه. به اعتقاد من ادامه بازی بهترین راهه و اینکه میاد بازیکن اعتراض میکنه باید یه کارت زرد بگیره. نه این یعنی جفتشون میپرن. حالا شانس زدن توپ رو دارن. حالا اون بدنش نیم تیغ وایساده بود اصلا بازیکن خلیج فارس و کاملا مشرف بود بزنه ضربه. اینجا توپ به دست بازیکن خورد یا نه؟ ببینید سینه است. سینه مگه سبزو نمیگید؟ بله بازیکن قرمز زد توپ به اینجا سینه. سینه است. بله هیچ اعلام پنالتی نکرده و خیلی هم خوب قضاوت کرد. دید داور چقدر فقط خوبه و استیل وایسادنشون رو داشته باشیم که حواسشون هست به همه چی دیگه. کاملا مشخص. بریم داوری خیبر هم با هم ببینیم با شهرداری آستارا. بله که بازی بسیار خوبی بود اینم. حالا شرایطی که داشتن هیچکدوم از تیم نتونستن نتیجه بگیرن. آقای فرزاد منصوری، آقای بهمنی، آقای فرشید سادی و آقای کهزادی وجود دارن. صحنه رو با هم ببینیم. این صحنه حسین شهابی بود زد. هفته گذشته مقابل رایکا نبود. غیبت داشت ولی بود. الان گل هم زد. گل هم آفساید بود. جایگیریش مشخصه. حالا آقای فنایی توضیح میدن. آقای منصوری هم خب از داوران کردستانی ما هستن. به نظر آفساید میومد چون وقتی ضربه رو میزنه یه نیم تنه جلوتر بود. بله. ببینیم جاشو نگاه کنید حسین کاش مشخصه. بله کاملا. با خط بخوایم مقایسه کنی نزدیکتر بخواد خط مقایسه که دقیقاً منتها ما دوربینمون دیده ما خوب نیست. اون کمک داور به راحتی تونسته میتونه تشخیص بده. پس تصمیمش دور اینجا ببینیم خط رو نگاه کنیم بازیکن دقیقاً. پس کاملا درست بوده آفساید. حسین شهابی از بازیکن تاثیرگذار تیم خیبر خرم‌آباد هست. آقای فنی ممنونم از شما. اگه صحبتی هست واقعا بعد این داورایی که امروز ما دیدیم کارشون رو همه درست بود. انصافا خوب ترس میگرفتن. تو لیگ یک شرایط خود سخت‌تر از لیگ برتر هست چون کنترل کمتره و باید واقعا بازیکنان احترام به داور رو داشته باشن. خواهش میکنم. حتی اتفاق بسیار خوبی که افتاد داره بازی مثل شهر بابک و رایکا قضاوت رو به امیر شریفی دادن. داور متولد 77 اهل خراسان رضوی که چقدر خوبه. ما به جوانامون میدون بدیم کرد. ما اگه میخوایم پشتوانه داوری باشیم مثل آقای فقانی اینا رو داشته باشیم بعد از داوران جوان استفاده کنیم. متشکرم از شما آقای فنی از اینکه وقت گذاشتید. خیلی متشکرم. خوشحال شدم. ممنونم از دعوتتون. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما باشه. بریم سراغ خلاصه بازی سایپا و شهرداری همدان. بازی که سایپا موفق شد شهرداری همدان رو ببره 1-0. بفرمایید. We'll be right back.
توپ در اختیار بازیکنان سایپا است. مرکز میدان یک رو انجام میدن، بازی رو میارن به سمت چپ، حرکت میکنه اونجا دیو سالار، حالا خودش تو میره، همچنان توپ در اختیار داره، ارسال دیو سالار روی دروازه، یه ضربه سر و گل، گل برای تیم سایپا. طباطبایی دروازه رو باز میکنه، کاپیتان تیم امیدای سایپا است که در تیم بزرگسالان بازی میکنه، دومین گل فصل خودش رو به ثمر میرسونه. سید محمد طه طباطبایی به این ترتیب روی ارسال دیو سالار، روی پرش بلند بالاتر از مدافعان شهرداری همدان، دروازه پرویز کریمی رو باز میکنه، ضربه کنه به نفع شهرداری همدان. مسعود رمضانی کرنر رو ارسال میکنه داخل محوطه جریمه، مش میکنه اونجا نیما علی پور و برخوردی که حسین کاظمی باش انجام میده، داور اعلام خطا میکنه و بازی رو بعد بازیکنان سایپا به جریان بندازن. بازم بازیکنان سایپا در نیمه دوم، یه بازی از سمت چپ دیو سالار حرکت میکنه داخل محوطه جریمه، فرصت داره، ضربه رو میزنه و توپی که از کنار دروازه شهرداری همدان راهی اوت میشه، ضربه کرنر به نفع شهرداری همدان. یک بار دیگه مسعود رمضانی ارسال رو انجام میده داخل محوطه جریمه، بازم مش میکنه اونجا نیما علی پور، توپ بیرون میاد، توپ دوم و ضربه که رامی آقالو میزنه و تو برمیگرده، بازم بازیکن شهرداری همدان، یه ارسال بلند داخل محوطه جریمه، نجفی ضربه سر رو میزنه، فروی جیباند اونجا تو از کنار دروازه به بیرون میره، ضربه رامین آقالو. همچنان بازیکن شهرداری همدان هستن که میخوان جبران کنن اون گل خورده رو، ضربه سر رو بازم نجفی میزنه، یه پاس رو به بیرون، فرصت و ضربه رامین آقالو از کنار دروازه سایپا راهی اوت میشه. خدا رو شکر با تلاش بچه‌ها تونستیم که دو تا بازی پشت هم سه امتیاز رو کسب کنیم، هم عملکرد کل دفاع و کل دفاع تیمی بود که باعث شد که ما هم دو بازی پشت هم کلین شیت کنیم و خدا رو شکر که این اتفاق رخ داد. امسال بعد از چند هفته که تو امیدا بازی کردم، نظر آقای فکری رو جلب کردم، اومدم به بزرگسالان، تونستم کمک کنم، میگم انشالله همین روند ادامه داشته باشه، به امید خدا با کمک خدا انشالله همینجور پیشرفت کنیم. خب من پارسالم اومده بودم، یه پیش‌زمینه‌ای داشتم، ولی خب بازم دست آقای فکری درد نکنه، دست آقای فدایی درد نکنه، کمک کردم بهمون. آقای آقالو، شما یه تیمی هستید که گل نمیخورید، الان دومین خط دفاع خوب لیگ یک دارید ولی گل هم نمیزنید، مشکل تیمتون چیه؟ والا خط دفاعمون که بگم به نظر میاد بهترین خط دفاع لیگ باشه، با آماری که داریم، با کادر فنی که داریم، دارن با همون کار میکنن هفته به هفته، بازی به بازی. خب خط جلومون هم یه جور دیگه نمیره دیگه، الان خودتون دیدید دیگه، گلرشون خیلی خوب از تو گل در آورد، دقیقه آخر مثلا توپ میتی خلاج در آورد، توپ خودان که شوتیدم در آورد، حالا روزیه دیگه، یه روز تو گل میره یه روز نمیره، ولی رفته به رفته بهتر میشیم، رفته به بازی به بازی بهتر میشیم، ایشالله که این ضعفمون هم قوتمون بیشتر میکنیم که بازی به بازی ایشالله گلزنیمون بیشتر بشه. فکر کنم بازی برابر بود، ما خب مشکلات خودمون رو میدونیم، ما مشکل بزرگی توی گلزنی داریم، ما چهارمین بازی پیاپی بود که گل نزدیم و کلن توی این چهار تا بازی دو تا گل تیم من دریافت کرده، سازمان دفاعیمون خوب بوده، شکل بازیمون خوبه، فکر میکنم که 70% جریان بازی در اختیار ما بود، باید منتظر بشیم این یه هفته هم تموم بشه، چون ما کلن 17 نفریم، میدونید که به خاطر مشکلاتی که داشتیم 7-8 نفر از ما جدا شدن، نیم فصل ایشالله سعی میکنیم تیم رو ترمیم کنیم. ببینید اون پتانسیل و ظرفیت مالی ما خیلی تغییری نکرده، اما با توجه به جلسه خوبی که با جناب آقای حسینی شهردار محترم داشتیم، این نگرانی‌ها برطرف شد که پرداختی‌ها صورت می‌گیره، الحمدلله اولیش هم صورت گرفت، فکر نمی‌کنم ان‌شاءالله با توجه به این جلسه مشکلی داشته باشیم، ولی بضاعتمون کمه، مثلا تیمی اگه می‌تونه نیم فصل 5 میلیارد بره تو بازار خرید بکنه، ما شاید با 500 600 تومان باید جمعش بکنیم، ضمن اینکه 5 6 تا هم از دست دادیم، ما نه زیر ساختش، نه پولش، نه امکاناتش رو برای صعود به لیگ برتر در حال حاضر نداریم، اما دوست داریم یه نماینده شایسته تو غرب کشوری باشیم که خیلی محرومه تو فوتبال ما، دوست داریم این سهمیه در درجه اول حفظ بشه و بتونیم یه سری جوان رو اضافه بکنیم با کمترین بضاعت، کمترین هزینه، فعلا نگهش داریم، شاید یه سال دو سال سه سال دیگه اسپانسری یا شرایط تغییر بکنه، این باشگاه بتونه یه جهش به سمت لیگ برتر داشته باشه، اما در حال حاضر هم برنامه تیم هم برنامه که از ما خواستن حفظ تیم بوده و فکر میکنم که انشالله مشکلی پیش نیاد. خدا رو شکر میکنیم که به هر حال تو این چند هفته بچه ها
متوجه شدن و تمام تلاششون رو دارن میکنن. مجموعه هم داره خوب کار میکنه، خدا رو شکر کما کسری نداریم. انشالله بتونیم به اون جایگاهی برسیم که روز آخر به هر حال یکی از تیمای صعود کننده باشیم. حقمون هست ولی به این راحتی اتفاق نمیفته. باید همه مجموعه یک دل باشن، تلاش بکنن و با تلاش بیشتر این اتفاق مهمه بیفته. واقعا سایپا جایگاهش تو لیگ یک نیست. به هر حال چه زمانی که من قبل از اینکه بیام اینجا خوب شناخت کافی رو مجموعه سایپا داشتیم و الان هم که اومدیم به هر حال میدونیم که این تیم واقعا یه تیم ریشه داره، یه تیمی که به هر حال ساختار خوبی داره. انشالله با درایت مدیرای مجموعه و با تلاش همه مجموعه بچه‌ها مخصوصا یکدلیشون ما بتونیم بازی به بازی بریم جلو و نتایج بهتری رو کسب بکنیم. بله، سایپا موفق شد ببره. هفته گذشتم بازی خودشون قول خوش طلایی ساوه بود که با پیروزی پشت سر گذاشت و خب حالا هفته به هفته داره بهتر میشه این تیم. حالا ببینیم در ادامه چه اتفاقی برای تیم خواهد افتاد. بریم سراغ حالا لیگ پایه، بازی عقاب مهر تبریز و پاد ساری لیگ یک امید. ببینیم این بخش رو با هم که بازی 2-2 شد برگردیم در مورد این بازی ها صحبت میکنم. سمت راست یه ضربه داخل محوطه دروازه و توی دروازه یه بار دیگه و حال دروازه باز میشه. گل برای تیم پاد ساری در 24مین دقیقه. این نتیجه سوده که پاد رو خواهد داشت. وطن دوست میره برای جبران، یه گل زیبا و دیدنی. وطن دوست چه گلی میزنه، ورق بر میگرده. یه گل فوق‌العاده برای تیم عقاب. خدای کاپور در چنه راست میفرسته روی دروازه، موقعیت، گل دوم توی دروازه، توی دروازه، گل دوم برای عقاب. گل دوم رو نورانی زد فکر کنم. عزیزی بلند کشیده دهانی دروازه، یه ضربه سر از مهدی نژاد. خوب یه فرصت، یه ضربه، پاد بلند کشیده، یه موقعیت برای پاد از روی خط دروازه بیرون میکشن توپ و یه بار دیگه فرصت پس برای تیم پاد. اونجا مختاری که نتونست جمع کنه، بالاخره یه بار دیگه فرصت، بازم مختاری حرفا بلند دیگه، یه ضربه فرصت، مختاری دروازه خالیه، فرصت برای تیم پاد و گل مساوی. گل مساوی در دقایق پایانی در حالی که قبلش خطا به نظر میرسید. توتو میزنه، تموم میشه 2-2 و سود عقاب مهر تبریز. تبریک به تیم آقای سیامک علیزاده و اوه 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 صحنه رو ببینید، دارن میان به سوی داور. چی میشه گفت، صحنه هایی میبینیم که واقعا دلمون به درد میاد. آخه هیچی نگیم بهتره. بریم جدول رو با هم ببینیم. حالا دوست عزیزمون که اشاره کرد هنوز بالا نیومده عقاب مهر، حالا اومده بعد یه بازی دیگه داره انجام بده. ببینیم از گروه یک شمس‌آذر قزوین و عقاب مهر بالا اومدن، از گروه دو آکادمی بلوچ چابهار و فجر شهید سپاسی که الان عقاب مهر فقط بعد یا میبرد یا بازیش بعد به تساوی کشیده میشد که صعود کنه به عنوان تیم دوم. پاد ساری اگه میبرد که دیگه تموم شده بود، همه چی دست به دست نمیداد که پاد ساری بیاد و با آکادمی بلوچ چابهار بازی کنه. زبدری با هم بازی میکنن، آکادمی بلوچ چابهار بعد با عقاب مهر تبریز بازی کنه، شمس‌آذر که تیم اول هست بعد منتظر بازی فجر شهید سپاسی و فولاد یاسوج که بازی عقب افتاده هست
بمونه که ببینیم کدوم تیم بالا میاد که بخواد باهاش بازی کنه، یعنی یا فجر سپاسی یا فولاد یاسوج. برندگان این مسابقات میان به لیگ برتر امید، این لیگ یکه، مثل لیگ برتر خودمون هست که آقا تیم لیگ یک میاد به لیگ برتر، تیمایی که قهرمان میشن و اتفاقات دیگری که خواهد افتاد. لیگ برتر جوانان رو با هم ببینیم. خلیج فارس شیراز 2-1 قفاری تاکستان رو برد، نساجی مازندران 3-0 زد به ایمان سبز شیراز. ایمان سبز شیراز در لیگ 2 داره خوب نتیجه میگیره و امروز هم بازی داره. مقاومت کوثر تهران 1-0 مثل کرمان رو برد. هلال احمر گراش 3-0 گلگهر سیرجان رو شکست داد. فولاد خوزستان موفق شد کیانسان و بابل رو ببره. کیانسان و بابل در جدول جوانان رفته در قهر قرار گرفته. ذوب‌آهن اصفهان 2-1 شاهین تابان بوشهر رو برد. عرض کردم که در قهر جدول هست جوانان. و دیگر اتفاقات، سپاهان اصفهان 1-0 تراکتورسازی تبریز رو برد. ولایت اهواز هم 1-1 کرد با ملوان بندر انزلی. من میگم سرعت بالا ببر. خب جدول جوانان داریم با هم می‌بینیم. سپاهان نساجی مازندران در صد، هلال احمر گراش سوم و تیمایی که در پایین جدول مقاومت کوثر تهران، تراکتورسازی تبریز، شاهین تابان بوشهر قرار دارن. تیتراژ هم رفتیم دیگه. امیدم بریم. خب فولاد خوزستان 4-0 شاهین تابان رو برد. کیانسان و بابل 2-2 و مثل کرمان مثل رفسنجان هم 1-0 نساجی رو برد. بقیه نتایج هم کاملا مشخص است. فولاد خوزستان مثل رفسنجان نفت آبادان که در صدر جدول و تیمایی که در قهر، نفت مسجد سلیمان، کیانسان و بابل و شاهین تابان بوشهر مثل لیگ برتر، نفت مسجد سلیمان همچنان در قهر جدول حضور داره. ممنونم که با ما همراه بودید. انشالله باز هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود. تا هفته آینده. یا علی، خدا نگهدار.